دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه، یک بار دیگه خرسند از اینکه با آقای حسن حیرانی هستیم از آلبانی. ایشون چهره چی میگن جنجالی شده، یک لبخندی هم میزنن ایشون، خیلی جالبه. و امروز درباره چندین موضوع با ایشون صحبت میکنیم و پس از اون سوالاتی رو که دوستان مطرح کردن میپرسیم. شما هم در حین برنامه زنده اگر سوالی داشته باشید میتونید روی فیسبوک مطرح کنید یا با اون شماره تلفن 202 از طریق تکست، از طریق پیام بذارید. حتی در برنامه های روزهای آینده که به صورت بازپخش پخش میشه، این امکان برای شما هم هست و این دوستان تا امروز هم نظرات شما رو شنیدن، هم سوالات شما رو پاسخ دادن و من به نوبه خودم ممنونم، چون این کار درست 180 درجه برخلاف سازمان مجاهدین و تلویزیون مدار بسته شون بود. آقای حیرانی، خیلی خوش آمدید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید. منم سلام خدمت شما جناب سربی عزیز و همچنین عرض ادب خدمت همه بیننده ها و امروز هم که عید پاک، تبریک عید پاک به همه هموطنان مسیحی در هر جایی که هستن. بسیار ممنونم. آقا، اولین تاپیک یا موضوع اون فلایر یا پوستری که دوستان در کانون آوا گذاشتن این هست که شرایط و وضعیت نفرات جدا شده، که شما خودتون هم یکی از اونها هستید و این شرایط رو با پوست و گوشت و جان و استخوان لمس میکنید، و همچنین افرادی که میخواهند از این فرقه یا سازمان مجاهدین جداشن، لطف کنید شرایطشون یه مقداری برای من و دیگران که بی خبر هستیم و بی اطلاع بازگو کنید. بفرمایید. ما حالا از آخر به اول اگر بخوایم بریم، الان تو همین شرایطی که قرار داریم، ما بعد از تمام این رفت و برگشت و تک و پاتک هم که بوده، الان کمیساری اعلام کرده که حالا بگذاریم که چقدر توی این مدت چند ماه افراد رو تحت استرس قرار داد این کمیساری ها و برای شیطنت های فرقه هم از اون طرف با وزارت کشور اینجا، با دولت اینجا، تبانی هایی که شکل میگیره علیه نفرات، که نفرات رو واقعا از آینده خیلی میترسیم. از چند وقت پیش این وضعیت شروع شده. اولش خدمات دندان پزشکی رو قطع کردن، خدمات پزشکی فقط پزشکی ارجنت، بعد فیزیوتراپی، بعد عرضم حضورتون که چشم پزشکی، عینک، کارت آبونه اتوبوس قطع شد، بعد سری کلاس ها دیگه کاملا قطع شد دیگه، تا همه چی رو کات کردن تا رسیده به همین یه سری داروها قطع شد تا اینکه رسیده به همین ماهی 235 یورو که الان دو سه ماهی میگن قطع میکنیم قطع میکنیم، که الان قطع کردن کاملا. یه سری نفراتی هم که از فرقه پولم میگرفتن، از کمیساری هم میگرفتن، بعد رو کمیساری هم میگفتن ما پول نمیگرفتیم، حالا برای دو جای خودی میکردن، اونا رو هم صدا زدن پول اونا قطع شده و تا بهش مفتن کار شما جرم داره، این لیست خود سازمان تو داده، شما تحت حمایه اونا هستید، طبق قرار دادم اونا باید نفراتشون رو تأمین کنن و برحال گفته حتی قابل شکایت و پیگیری قانونی هم هستش. تا الان که رسیدیم، خود من یه ملاقاتی 3-4 روز پیش داشتم که گفتم بالاخره شما میخواین چیکار بکنیم، وضعیت ما چیه، که چند تا مورد گفت که حقوق کامل قطع شد، فقط گفتن شما یه تعدادی هستین که از فرق پول نمیگیرین و مطمئن نمیگیرین، داریم تلاش میکنیم برای این ماه می بگیریم براتون بدیم، که اگرم ولی قول نمیدین. موضوع دیگه این که دولت اینجا به ما قول داده که تا پایان ماه می برای شما اجازه کار صادر بشه، اینم موضوع دوم. و موضوع سوم این که یه کمپانی ایتالیایی هم اینجا باهاش صحبت شده، قرار شده 50 نفر رو برای کار بپذیره تا صف 50 نفر، و گفته اجازه کارا که صادر شد بیارین نفرات، من خودم آموزش کوتاه میدم. حالا کمپانی‌های ایتالیایی هم اینجا بیشتر این شرکت‌های تولید کفش و لباس، چون کارگر اینجا ارزونه، مثلا خب یه سری سرمایه‌داری‌ها هستن که میان کارخونه‌هاش رو اینجا بزنن. به این صورت
الان وضعیتی که وجود داره، خود سازمان رمسا داره جمع میکنه در طبقه سوم و ششم ساختمان CAT سنتر، مثلا ساختمان های سنتر تاور مثلا تیرانا. بعد عرضم حضورتون که اونجا یه طبقه شدن خالی میکنن، دیگه بودجه ندارن، دارن میان همون طبقه سه، کارمنداشون هم اکثرا اخراج شدن متاسفانه. اون هم یه وضعیت خود کارمنده اونجا وضعیت مشابه ما رو دارم. الان در ادامه همین موضوع پیامی که از داخل اومد که منم همین رو در مقالم نوشتم که از داخل اومد که مسعود رجوی هم یک نشستی گذاشته با فرماندهان بالا و خیلی هم خوشحال بود و برحال نشست صوتی نبوده، به صورت چت بوده رو وایت اسکرین. خلاصه حرفش این بوده که اخراج کمیسیون ببین به چه حدی از وقاحت و پررویی و بی‌شرمی اینا در آلبانی رسیدن و چطور چه میدان بازی و چه جولانگاهی برای خودشون دیدن که به راحتی یعنی همچین حرفایی تو نشسته خودشون میزنن که اخراج کمیساریا از آلبانی از تیرانا برای ما خیلی خیلی دستاورد بسیار مهم و کلان دستاوردی حتی بیشتر از اخراج رژیم از آلبانی از تیراناست و بسته شدن این سازمان رمسا که ما همه تحت نمای سازمان رمسا بودیم، همین کار خدمات رو ارائه میداد، یه چیزی واسطی بود بین دولت آلمانی و کمیساریا، یعنی بودجه شو کمیساریا میداد ولی پرسنلش از دولت آلمانی بود. بسته شدن این سازمان رمسا خیلی خیلی برای ما ارزشمندتره تا بسته شدن خود سفارت ایران در اینجا و خیلی هم خوشحال بود. و بعد توی نشست مثل که تو پوست خودش هم نمیگنجیده با هه 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 مثلا قهقهه خودش رو نشون میداده. حقیقتش جناب سوربی این موضوع هم قبل از این که به زعم خودشون واسه دربدر شدن ما جدا شده ها به طور خاص بودنه که علیه فرق داریم افشاگری میکنیم باشه، برای اینه که نفرات داخل تشکیلاتشون رو ولو با احرام ناامیدی، با این که هیچ روزنه امیدی بیرون از اینجا نیست، بیرون از همون مزرعه حیواناتشون، افرادشون در همون محبس تشکیلاتش نگه دارن. باعث خوشحالی کلی، باعث خوشحالی این فرقه شده به این صورت. حالا این نقطه موضوعی که ما الان هستیم، به سابقه امر که برگردیم، همون اوایل که اولین گروه ها اومدن آلبانی، این کمیساری ها مثل که مای مثل 300 یورو یا چند صد یورویی که حقوق میداده به نفران، که فرقه شروع میکنه میره اونجا میگه که نه واسه ما خوب نیست، ما برحال طبق توافق داریم همین نفرات از اینا هاشون با ماست، خب ما برخ نفرات داخل تشکیلاتمون هستن برخ نفرات خارج تشکیلات هم. و شروع میکنه به نفرات یک چند صد یورو هم اضافه میذاره رو اون پول به آدم ها میده که اون نفراتی که تو اون برحال پریود زمانی که بودن به طمع این که خب باشه سازمان داره بیشتر پول میده فرقه، خب دیگه پول کمیساریا رو نمیگرفتن و میرفتن سراغ فرقه. کمیساری هم که از خدا خواسته خب هزینه هاش کمتر بشه، خب پرونده رو کات میکنه و خب برای با شلولو هلولو هم که دست سازمان مجدید درد نکنه هزینه ها رو داره پرداخت میکنه. و با این دامن داختن و تور کردن نفرات، تشکیلات همه رو کشید سمت خودش. بعد فشارهای تشکیلاتی خوش شروع کرد چون دیگه اونور بسته شد، دیگه از کارهایی که از اینا میخواست، از جاسوسی تا خبر آوردن تا اینو محکوم کن اونو محکوم کن علیه این حرف بزن علیه اون حرف بزن. و دقیقا آدم ها رو همین پولی که من اینه که دارم میگم از گفته خود اون نفراته که ارزم بزرگتون بودن پولی که فرقه ما میده شوی قلادهی تو گردن ما دیگه، اصلا هر کی رو میخواست بایکوت کنه مثلا میگو مثلا بچه ها میگن وضعیت طوری شده بود. بعد به ما مسیج میومد از دفتر حاج عبدالله، همین یاری که مستمری اینا رو میده، که امروز سمت پارک نریم، خواهرها دارن میرن پارک اونجا. مثلا انگار که این تیرانا مثلا جز اشرف بزرگشونه که آقا مثلا پیام گسترده به هم میدادن که نفر جزه کسی این ور نره چون مجاهدین دارن میرن شهر رو هم صاحب شده بودن. و خیلی هم رفتارهای تحقیرآمیزی با اینا داشتن تا و بعد از علاوه بر اینا از این نقطه هم شروع کردن هی با پولو کم کردن که پول نداریم به صندوق سازمان باز کمک کنیم، فلانی اینقدر گرفته، بعضی بچه‌ها اصلا نصف پولشون بخشیدن، پولو کم کرد از 60000 لک رسون به 30000 لک، اول 40 50 تا 45 شو بعدم که 60
به 30,000 لک رسوندش و آدم بعد دیگه همین فشار ها ادامه داشت که دوباره باز نفرات بودن 14 ماه پیش با تحصیلهایی که داشتن نام تومارهایی که جمع کردن رفتن کمیساری و اینا تا به خودش فرق جنبید دیگه برای کمیساری هم دلچرکی شده بود و از این کار فرقه آدم ها رفتن شهادت دادن علیه فرقه. خب بعضی ها اسم محفوظ بودن، خب بعضی هم که علنی و خلاصه دیگه دوباره کمیساری ها شروع کرد به حقوق دادن به نفرات که مریم رجبی همون دوران خیلی دستپاچه از پاریس با ژنو تماس گرفته بود که نه اشتباه شده اینطوریه. بعد تو خود اینجا همین حاج عبدالله دفتر حاج عبدالله شروع کرده بود زنگ زدن به آدما بیاین پول بگیریم بیاین پول بگیریم، نه مشکلی نیست اصلا اشتباه پیش اومده، بوریده ها رفتن یه حرفا زدن با کی حرف زدیم که خلاصه یه عده‌ای نرفتن دیگه. شکاف از اونجا شروع شد، دوباره ریستارت شد این موضوع و کسایی که خب میومدن بیرون مستقیم میتونستن برن کمیساریا خودشون رو معرفی کنن، به طور خاص کسایی که فرار میکردن در همین هتل شاتون لینزا بالاتر از همین خیابونی که ما هستیم افراد اسکان داده میشن، برای چند ماه حقوق داده میشد تا به محیط آشنا بشن بتونن خونه بگیرن و خلاصه تا اینکه باز از یک نقطه این باستابایی که تو تشکیلات برای فرق داشت این موضوع خب خیلی سنگین تموم شد، دوباره رفت شروع کرد به هیله و هیلگریاشو شروع کرد و شروع کرد به نفرات با پول دادن که از اینجا برن خارج و یا پول بیشتر بدن و یا نفرات رو جذب کردن که الان کار به جایی رسید که هتل شاتون لینزا اونجا تعطیل شد و خیلی با وضعیت فجیعی تحت چون اونجا منطقه خارج از شهره. بعد شروع کردن تمام برق منطقه رو قطع کردن، یک تاریکی ظلماتی بود، شب می‌خواست بیرون، سگ‌های زیادی هم داشت، نگهبان رو از اونجا برداشتن، دوربینای مدار بسته رو برداشتن، بعد برق رو قطع کردن، بعد آب ساختمون رو دو سه روز قطع کردن، باز وصل کردن، بعد گفتن که دو سه روز که آب و برق این منطقه کامل قطع میشه، ساب ملک پوینت داریم تحویل بدیم و اینطوری آدما رو از اونجا خلاص رفتن. به موازات همون کاری که کمیساری ها داشت میکرد و سران فرقه داشتن کف میزدن از خوشحالی مدام بریف پشت بریف هر روز که آره بریده ها با یه وضعیت فضاحتباری و سایلاشون کنار خیابونه در به در شدن جایی ندارن بیچاره شدن اینطوری، فقط به خاطر اینکه یه تأثیر روی نفرات داخل فرقه بزنه، یه کسی هم قصد خروج داره مثلا بترسه از بیرون یا دارم مثلا خب تضادم حل نیست که خلاصه افراد خب خونه گرفتن. این یک مرحله فشار بود. بعد دیگه اومدیم جلو، من در رابطه با همون کلاس‌های هتل ماندیال در رابطه با جذب نفرات در بازار کار آلمانی خدمتتون جلسه پیش صحبت کردم که یه شرکت سوئدی اومده بود این کلاس‌ها رو گذاشته بود، قرار شد وام بلاعوض بدن به نفرات، از ژنو اومدن طرحی ما بردیم نفرات رو آوردن، طرح بیزینس مورد قبول واقع شد، بعد تعیین هزینه شد، بودجه قرارش براش بسته بشه، سه بار از ژنو اومدن اینجا برخورد کردن با ما صحبت کردم، بعد ما از طرحات دفاع کردیم و همه چی تموم شد. یک دفعه اون کلاس دیدیم که هیچ توضیح داده بشه تعطیل شد، حتی مدرک اون کلاس هم به ما ندادن، هیچ وامی در کار نبود، کسی هم به هیچ جایی معرفی نکردن جهت کار و همه چی معلق شد. بعد از اون مرحله باز شروع شد که حالا زد و بندایی که مریم خانم با متاسفانه آقای گوترز که از قدیم آشنایی دارن انجام شد، نفوذی که اینا توسط همین کنگرسمنای لابی آیپک امریکایی داشت شروع کردن دیگه و همین وضعیت که خورد خورد قدم به قدم خدمات رو قطع کردن، آخر سر مونده حقوق، این حقوق هم قطع شد. کمیساری ها حرفش اینه که ما کمیساری ها پولی نمیده، ما اینجا معرفی کردیم شما رو دولت بازیم، دولت هم که میگه نه من در اقدام هیومنتی اکشن در اقدام انسان دوستانه با سازمان مجاهدین اومدم این قرارداد رو بستم، در صورتی که بگذاریم که مطلقا اقدام انسان دوستانه از اول نبود، خود مسئول عجبی توی لیبرتی بودی هم توی نشست اونجا اعلام کرد طبق قراری که جان کری گذاشت با دولت اینجا قرار شد آلبانی به عنوان یک سرپل امن برای استقرار نهایی هم فرجام نهایی در کشور سالس انتخاب شد، که اینا وقتی که آمدن به قول وکیل ارشد خود همین سازمان رمسان که گفت من خودم اون قرارداد و هر کار کردم نتونستم ببینم
اون قرارداد از بین رفت و جاش رو یک لغت حقوقی هم به کار می‌برد که میگیم که پیمان بین جوان مردان در پشت درهای بسته، یعنی پیمان تبهکاران که به هر حال اینجا رو برای با زد و بندی که کردن دیگه شروع کردن مزرعه حیوانات و ساختن اینها. و الان جنگ سازمان پرافتخار به جای اون چیزی که ادعا میکنه ایجاد دموکراسی و آزادی برای مردم اینا شده، با جنگش با جدا شده ها، حالا در ادامه خدمت عرض خواهم کرد که این جدا شده ها تبدیل به چه لقمه تو گلوی این فرقه شده که نمیتونه جذبش کنه و نمیتونه دفعش کنه، همینطوری مونده که برای همین شروع کرده یه حیله هایی به کار برده، داره به کار میبره که باز از شر همین نفرات اینجا خلاص بشه. که ببخشید این سوالی چیز هست بگیم که حتما بذارید من تشکر کنم از دوستانی که به شما سلام میکنن، آقای رزاقی، آقای سنیخانی، آقای کرمی، آقای موسا دم دام، نمیدونم اسم فامیلشون چیه، و آقای علی هاجری و آقای غلامرضا شکری هم با ما هستن. و آقای هادی سنیخانی میگن که آقای سوربی، دو مافیا، دولت آلبانی و فرقه رجوی بر ما انسانهای بیگناه پیروز شدن که خجالت آور است. منظور ایشون همین دسیسه‌ای هست که سازمان با این افراد به اصطلاح مسئول انجام میده و چون آلبانی هم کشور فقیری هست، فساد در سیستمش زیاد هست، همین توضیحاتی که شما دادید درست میگم، چیز دیگه‌ای که نیست که مجاد. ما فقط با یه وکیلی که استاد دانشگاه هم بود در شهر دورست، برحال کسی که خودش سالیان تو سکه سرویس اینجا هم جز مقامات بود و یک از اساتید رشته حقوق در دانشگاه آلبانیه که کتاب‌ها و مقالات زیادی هم نوشته، خلاصه آدم سنگین وزنیه در برمی سیستم دادگستری اینجا. در اون دورانی که آقای محمد اومده بود ما یک ملاقات با ایشون داشتیم در شهر دورست، ایشون اونجا گفتش که برای خود من خیلی سخت این حرف رو بزنم، اون ایشون میگفت که تو مخواهر آلبانی هستم در رابطه با کشور این رو بگم. کشور من متاسفانه از مافیا، از وجود مافیا در سیستم بروکراسی کشوری رنج میبره و از اونجایی که فرقه اون نمیگن مک، خود آلبانی ها به سازمان میگن مک به فرقه میگم، از اونجایی که این مک ها خودشون از یک ساخت و بافت مافیایی برخوردارن، یعنی حالت هرمی پدرخواندهی در بالا این سیستم داریده میشه، خیلی زود و خیلی خوب با سیستم مافیایی کشور ما در تمام ارگانها چف شدن اینا و به دلیل اینکه پول کلانی هم خرج میکنن، خودش هم میگوندیش که ما خبرهایی که دارم مثلا همین مسئول مجاهدین پاکت های پولی دارم مثلا 10 تا 500 یوری توی پاکت های بود، میگو بینن تو اداره هر اداره کاری دارن با دادن این پاکت ها، بعد میگفتش که هر دی رو دارن باز میکنن خیلی و خیلی دوست دارن با اینا کار کنن چون اینا خیلی پول میدن. و خب این کشور برای کشور کوچیکه، کل این کشور نصف استان مازندران ماست، یعنی حالا نخست وزیرش و رئیس جمهورش میشه حالا در حد یک استانداری فرمانداری، یعنی کار کردن با یه همچین سیستمی، اونم برای یه سیستم مثل خود فرقه که ید طولایی در این کارا داره، خب کار ساده ایه. و حالا چطور شده تو این مدت هنوز نتونسته ما اندک شمار به قول خودش مزدوران رو برای سرمون بیاره، که حالا کم بلا سرمون نیورده، برای کمک دوستان، حمایت و این چت شما هستین که برای موضوعات اینجا رو آنتنی میکنین و اینکه فرقه بتونه بدون هزینه و بدون قیمت کاری اینجا بکنن رو خب براش غیر ممکن کردیم. بله، در رابطه با اینکه معمولا فاسدا میگردن همدیگر رو پیدا میکنن، مثلا افراد مافیا، تو فارسی هم ضرب المثلی داریم که میگن آب میگرده گودی رو پیدا میکنه. به نظر میرسه که اینها مهم نیست با چه زبانی یا در چه کشوری همدیگر رو پیدا میکنن. سلام میکنم با آقای بله بفرمایید. شده اینجا ما میبینیم ایشون در تخت خوب جور شده اینجا، اصلا با هم دیگه خوب میسازن. بله،
آقای زمانیان هم از ایران با ما هستند و آقای غلام میرزایی. سلام به شما آقای میرزایی، و ایشون گفتن که سلام به شما و مهمانتون. همانطور که آقای حیرانی گفتن، الان هیچ ارگانی، چه سازمان ملل و چه دولت آلبانی، هیچ گونه مسئولیتی در مقابل جدا شده ها ندارند. حتی دولت آلبانی اجازه خروج و اجازه نمیدهد خانواده ها به دیدار فرزندشان بیایند. بر در کلیت این طرح وسیله هر کس دارد اجرا می شود، تنها کسانی که خوشحال می شوند افراد فرقه هستند و تبلیغات برای نفرات در داخل مناسبات. و نکته دیگر هم، این قرارداد را هرچه گفتیم اعلام نمی کنند. این هم از این ماجرا. آقای رضا شیردم هم، ما هم به شما سلام میکنیم، خیلی ممنون. خانم زهرا معینی هم هستن. من از دوستان خواهش میکنم این برنامه رو روی فیسبوکشون، حتی اگه تعداد زیادی هم به اصطلاح دوست ندارن، ولی شیر کنن و اونها هم شاید شیر کنن با دیگران تا دیگران در جریان قرار بگیرن. آقای حیرانی، شما از این 4 تاپیکی که روی فلایر نوشته شده بود، میشه گفت 3 تاشو پوشوندین و کاور کردین و درباره صحبت کردین، ولی من با همه این اوضاع و احوال میخونم که اگه شما خواستید دوباره درباره صحبت کنید یا بیشتر توضیح بدید. اون اولش که شرایط و وضعیت نفرات بود که به خوبی توضیح دادید. دومیش بستن قسمتی یا بخشی از کمیسیون بود که شما همون گفتید طبقه رو بستن، طبقه 3 و کارمنداشون هم به اصطلاح اخراج کردن. فشار سازمان مجاهدین جهت اخراج شده ها از آلبانی. ولی نکته 4 در رابطه با خودکشی اخیر یکی از افراد مجاهدین که اونجا اسمش هم نوشتن، ولی اجازه بدین من اسمشو نگم، توی آمریکا رسمه نمیگن، چون شاید خانوادهش خبر نداشته باشن، مگر اینکه شما اطلاع داشته باشید خانوادهشون خبر دارن. این ماجرا چی بوده؟ خودکشی اخیر یکی از افراد سازمان. بفرمایید. عرضم حضورتون که قبل از این من در رابطه با جدا شدن نفرات فرقه و اینکه از آلبانی برن بیرون، تقریبا اکثر نفراتی که میرن حقوق میگیرن از فرقه، همین دفتر حجت الله، میگن که مثلا ما هر دفعه که میریم به ما میگن که مثلا خب نمیخوای بری، کی میخوای بری، اینجا آینده ای نداره، اینجا به دردت نمیخوره، برو. یا مثلا خب در ظاهر مثلا خب 1000 یورو یا حدود 1000 یورو میدن، خب حالا ظاهر قضیه اینه خب، ولی نیاز باشه بیشتر میدن که برای از شر نفری خلاص بشن. آن بودن نفرات ما، حالا چیزی که داریم حدود تور 50 نفره راه انداختن که اینا نفرات از اینجا ببرن یونان، از یونان هم با قاچاقچی صحبت کردم، هزینه ها رو خود فرقه داره میپردازه. از ظاهر قضیه اینه که کشیش بهروز قربانی که حالا در اسلو نروژ، این ارزم حضورتون یک کلیسایی هم داره، ارزم اومده مثلا میره مالی اجتماعی جمع میکنه که ما بخواییم بچه ها رو بیاریم اینجا که حالا، ولی خب این پوش قضیه است. خود سازمان داره، خود فرقه داره نفرات رو با تشویق، با ترسوندن از آینده در آلبانی یا به تمنداختن نفرات آقا اونجا مثلا خیلی بهتره براتون اینا، یا تهدید نفرات بین که اینجا بمونی که ما که تقابلت نمیخواییم به شما مستمری بیدیم، برای باید سر کاری بکنیم، ما که بودجه نداریم، پول قطع میشه اینطوری که نفرات رو بترسونن، که نفر به خودش بیده خب اونچه که دولتش پاسپورت هم نمیده دیگه، این سازمان رو قطع کنه من برم یک کار سیایی بخوام انجام بدم، خرجم رو در بیارم. و حالا که این امتیاز گذاشته مثلا سازمانی پولی هم میخواد، خب منم برم آلمان یه جایی باز اونجا بهتره دیگه، یک پاسپورت، یه هویت قانونی دارم، یه توی حساب کتاب اینطوری که مثلا عمده مثلا نفر براش بصرفه که بره، یه همچی پلنی رو برای نفرات ایجاد کردم. حالا هزینه این نفر از اینجا تا یونان 600-800 تا 1000 یورو هستش. از یونان مثلا به ریخت و قیافه، چون پاسپورت های تشبیهی درست میکنن اینها، عرضم بزرگتون که 2500 از این پروندن با قاچاقچی صحبت کردن، گفتن که ما یه 50 نفری داریم، قیمت رو آوردن تا 2500، مثل این که هزینه این نفر از اینجا تا یونان ببرنش، حالا اونجا باید در یه خونه مخفی باشی، من کامل اینو توضیح دارم مقاله انگلیسی فارسیش نوشتم، حالا
نفری مثلا 5000 یورو هزینهش میشه، چون یه مدتی هم تو یونان تا بفرونه مثلا اون نفر قاچاقچی و برای توی خونه مخفی باز زندگی کنن، چون اگر اثر انگوش بخورن دیگه آلمان نمیپذیره یا هر کشور دیگه که توی شنگن باشه. عرضم بزرگتون که هزینهش میشه 250000 یورو مثلا سر انگوش، حالا ممکن بیشتر کمتر بشه، حالا 50 نفری که ما اطلاع داریم که حالا مثلا میخوام برن. به دو دلیل، فرقه خودش نمیخواد اثر انگشت خودش یا رد پای خودش توی این پروژه باشه که اومده توسط مثلا بهروز قربانی که خودش هم از افراد جدا شده این فرقه است در سال 70، مثل که بعد رفته یک ایمان آورنده شده و که حالا من خودم قبلا رو باش صحبت کرده بود. ارزم حضورتون که به این صورت این پروژه رو کلیک زده فرقه، به دو دلیل نمیخواد اثر انگشت یا رد پای خودش باشه. اولا اینکه این کار اصلا جرمه، این قاچاق انسانه که مثلا به مزباره کنه، و دلیل دومش هم اینه که میخواد نمیخواد اسمی از خودش رو این کیس باشه که نفرات داخل فرقه که به هر حال زاویه پیدا کردن، تضاد پیدا کردن، شرایط رو دیگه قبول ندارن، دیگه آب زیر پوستشون نره که داره مثلا یه هوچوی اینطوری هم بیفتی که آره دیگه مثلا خب فرقه داره نفرار میفرسته و مثلا این نامه خب یا علی ما بریم یا تا حالا خدمت داره. به این دو دلیل نمیخواد چیزی که برحال ما هم حضور رو تا جایی که اطلاعاتی داشتیم از این ورور برمی بسیده ما سرگرمی پابلیک کنیم جهت برحال تنبیر افکار عمومی بسر. حالا فرقه چرا این کار میخواد بکنه؟ حالا علتش به خاطر این که این هر روز داره در تشکیلات رو بیفایی میخونه که افراد جدا شده اینطوری هم بیرون از اینجا هر کی بره بدبخته بیچاره از ندارم بخورم. خب موضوع اینه که افراد داخل فرقه که حالا مثلا برای مراجعات بیمارستان دکتر به داخل شهر میان یا گاهن بره و افراد جدا شده رو تصادفا ممکن تو خیابون جایی ببینن، خب این در تناقض با اون اوصافی که فرقه برای نفرات داخل تشکیلات و روزهایی که میخونه خب دست خودشون میشه. بعد برای همین نفر میگه خب نمونیم آدم رفته خب از درسته کسی نمونده. چرا؟ چون واقعا من خودم که داخل فرقه بودم آیه سوری حتی خودم من رو با هم میفرستادن بودم برو با فلانه صحبت کنیم میخواد بره یا مثلا میتونی رازش کنی بمونی. یکی از میفرش صحبت که میتونم به نفری بود بهش که من واقعا این کار میکردم گفتم بهش بگو باشم یا خود مسئولین هم بهش بگو باشم بگو تو الان مثل ماهی تو آب میمونی، اصلا نمیدونی بیرون از این سازمان چه خبره، نه انسانیتی هست نه عاطفه ای هست، اونجا جامعه عادی قانون جنگل، تو اینجا صبح از خواب بیدار میشی میای تو سالن غذاخوری نون پنیر چایید آماده است، تو میدونی پات از اینجا بذاری بیرون، حتی یه تضاد صبحونه خوردن تا خودت باید حل کنی، آب برق گاز مسکن تمام این مسائل صنفی که در سازمان مثلا زحمت کشیده برای تو آماده کرده، تو میدونی که بری بیرون این مسائل صنفی تضادهای تو میشه، تو این تضاد رو حل کنی مثلا یه جنگی بکنی برای اینکه بتونی خودتو زنده نگه داری، مثلا اینقدر این مسائل صنفی رو گنده میکردن تو ذهن نفر که نفر به طور خاص اگر یک ناتوانی جسمی هم داشت از ترس همین خب باشی حالا ما با این سن و سال و با این کهولت و با این وضعیت جسمی یا برای نقص عضوی بریم خب کجا بریم حالا هستیم دیگه به طوری میشه. یکی از اهرمای فرقه همین بود. برای همین این فرقه سوای این که به موازات این که پولهای کلانی واقعا این که میگم اقراق نمیگم پولهای کلانی تا هر جایی که دستش میرسید خرج کرد، عرضم بزرگ برای بستن این کمیساریا و رمسا به همین که این دولت آلمانی اینقدر ما رو آلاخون بالاخون در حالت استندبای نگه داره، به موازات اینم داره تلاش میکنه که ماکسیموم نفرات رو از آلمانی خارج بکنه. کمایی که مثلا الان آمار نفرات ما 70 نفره که نفرات جدا شده تو آلمانی موندن، ولی خب مثلا یه قلم مثلا 50 نفر رو تا الان مثلا ما دیدیم که یه لیستی پر کردن افراد رو ببرن. به این صورت من در خدمتتون هستم. بسیار ممنونم دوستان. خیلی ممنون دوستان. باز در جهت تایید صحبت‌های شما صحبت میکنن و می نویسن، من هم ممنونم از اینها. آقای کرمی نوشتن بعد از 4 سال سران فرقه رجوی پیروزی استراتژیکی تا الان به دست آورده که آن هم با کمک چندین وکیل توانسته کمیساریا با پول بزنن که کمک هزینه این افراد قطع بشه.
آقای پرویز حنا نوشتن که آقای سوری در آلبانی دو باند مافیا در اینجا چفت شدن، جنگ مجاهدین شده، جنگ با همین جدا شده ها در آلبانی و رژیم حاکم در ایران از زهر مجاهدین فراموش شده است. فرقه دنبال دنبال اینه که کسی از ما حمایت نکنه. باز آقای موسا دا نوشتن که آقای سوربی همانطور که آقای ایرانی گفتن الان هیچ ارگانی ما را سپورت نمی کند و ما الان در آلبانی هیچ استاتوسی نداریم و این اقدام کمیسیریا که حقوق ما را قطع کرده تنها به سود فرقه می باشد که در داخل مناسباتش تبلیغ می کند. آقای غلام میرزایی نوشتن که در اصل فرقه می خواهد نفرات بیشتری در خیابانهای آلبانی دیده شوند به دلیل اینکه نفرات داخل آنها را ببینند. و آقای موسی باز نوشتن که آقای سوری، آقای محمدیان که مهمان هفته قبل شما بوده اسم محلی را اشتباه گفته بود، مستوفی که مصلا بوده است. ممنونم از تصحیح این. و بله، در رابطه با اون ماجرای خودکشی آقای حیرانی میخواین صحبتی داشته باشیم؟ حالا قبل از اینم ببخشید صحبت میکنیم. بله بله. من داخل صحبتام گفتم این چند تا موضوعی که کمیساریا گفته که حالا دولت به کمیساریا قول داده که تا آخر ماه می مجوز کار صادر کنه، خود این موضوع هم یک موضوع نسیه است. اصلا خود ما تا نبینیم باور نخواهیم کرد، چون که ببینیم چون فرقه حرفش اینه که افراد اینجا مطلقا جذب این جامعه نشن که بتونه با کمک، با تهدید، با تکمیه افراد رو اخراج کنه، از اینجا بیرون کنه. خود این مجوز کار باعث میشه که افراد اینجا مچ بشن با جامعه، یعنی موندگاریشون تضمین بیشتری پیدا کنه. که من خودم با توجه به سیاست فرقه بعید میدونم، حالا اگه بشه که خب چه بهتر، ولی مطمئنن تمام تلاشش رو فرقه میکنه که این اجازه کار صادر نشه برای افراد که بتونن کار کنن و آش داشته باشن. این هم یک موضوعی که برای خود فرقه خیلی تضاد داره ایجاد میکنه که افراد مثلا بیزنسی بزنن، کاری رو صاحب شروع بشه. باز خود این پیام به داخل فرقه داشت خواهد داشت برای نفرات که نه، بیرون از اینجا بریم، خب میشه کاری کرد، میشه ایس کرد، مثلا دولت اینجا یک کمکی میکنه، نمیخواد همین هم باشه. بله بله، بسیار ممنونم. خانم زهرا معینی میگن که شرایط در مورد خانم ها فرق میکنه، خانم ها را با مسائل جنسی تهدید میکنن. بعد آقای هاجری گفتن که من سال گذشته بدون کمک گرفتن از فرقه به یونان رفتم. من به چشم خودم دیدم اسامی و عکس کسانی که فرقه فرستاده بود توی موبایل یکی از قاچاقچیان بود. وقتی کمی با هم صحبت کردیم گفت بهروز عکس و اسامی را به من داده است. هزینه از آلبانی تا یونان 1200 یورو و از یونان به کشور اروپای غربی 3500 یورو. ضمناً آقای رزاقی هم نوشتند که آقای حیرانی در مورد قاچاق نفرات به اروپا توسط فرقه رجوی یک نکته را اشتباه میکنند. قاچاق نفرات توسط خود تیم فرقه صورت میگیرد. نفراتی که از یونان قاچاق میشوند قاچاقچی نیستند، در حقیقت افرادی هستند که برای فرقه رجوی کار میکنند. فرقه رجوی در زمان صدام دستگاه‌های چاپی گرفت که به گفته سران فرقه فقط نمیتوانستند دلار واقعی چاپ کنند. همه سران فرقه با یا نفرات خاص که نیاز بود به اروپا منتقل شدند یا شوند توسط پاسپورت و مداری منتقل شدند که فرقه چاپ مدارکی منتقل شدند که فرقه چاپ کرده. اسم قاچاقچی گذاشتن روی نفراتی که برای فرقه کار میکنن برای ردگم کردن هست و لا غیر. آقای شکری هم میگن در حال حاضر فرقه فقط یک غم دارد، آن هم جدا شده هاست و میخواهد به هر قیمت نفرات را از اینجا بیرون کند. اجازه بدین سلام کنم به آقای دکتر اسماعیل میرمظفری دوست خوبمون و آقای پیمان بوستانی که اینها هم
به جمع ما پیوستن و اگر لطف کنن این برنامه رو با دوستانشون شیر کنن ما بیشتر ممنون میشیم. آقای ایرانی با شما هستیم، بفرمایید در مورد هر چیزی که دوست دارید صحبت کنید. بعد 12 تا پرسش برای ما شده ارسال شده که اینها رو میخونم، شما لطف کنید پاسخ بدید. بفرمایید. عرضم حضورتون که خود این برنامه های ما از اون حالت سوالات تستی در اومده، ببخشید که من متکلم وقتی شدم. عرضم حضورتون که بله آقای رضا درست میگن، قاچاقچی ها، حالا برخی از همون قاچاقچی ها واقعا به طور حرفی دیگه برای خود فرقه کار میکنن، کسی دیگه ای رو نمیپذیرن، یعنی اصلا طرف فقط از طرف فرقه ساپورت میشه. که خود قاچاقچی عرضم حضورتون یه بخشی از این جرمه، از هزینه و پرداخت این هزینه، اسکان نفرات به صورت قاچاق توی اون کشور، ترانزیت این نفرات، اینا همه خودش جرائم متعددیه که توی این کیس هست. خود بهروز قربانی، من تماس با یونان داشتم چند مرتبه روز اخیر، گردش مالی که بابت این هزینه ها وجود داره، بهروز قربانی میاد که مثلا با وسترونیون پولو ارسال میکنن اونجا برای نفرات، که یک از همین نفرات با من صحبت کرد، میگم اینقدر به این برگه من، چون من جز نفراتی بودم که برگم معتبر بود میتونستم برم وسترن پولو بگیرم، اینقدر با این برگه من پول فرستادم که اون نفر بیاد بگیره که دیگه پلیس اومد من دستگیر کرد. که یه مدت چند روزم توی همین سکه سرویس یونان بودم و کلی بازجویی شدم و اینا، از طریق خود نفرات جدا شده فرقه که از فرقه مسلمانی میگن، یعنی امین فرقه هستن، گردش مالی رو خود بهروز قربانی انجام میده، چپت کردن حالا همون قاچاقچی یا همون نفر فرمون که برای خود این فرقه کار میکنن. در رابطه با اون چی هم که پاسپورت درست کردن فرقه حالا در عراق میگفتن، من فقط یه خاطره یادم اومد که یکی از فرمانده ها به من گفت که من خودم جز اون چند نفری بودم که در سال 69-68 من با یک آموزشی رفتیم در استخبارات عراق، دیدیم که آموزش جعل پاسپورت این موقع رو پاسپورت زدن که اونجا این کار رو میکردیم برای که دیگه پروژه بندره تو سازمان بهش میگفتن، که مثلا برای مریم خانم که رئیس جمهور برگزیدی مقام از سال 72 که با خودش اتدار رفتن، بله آقای رضا اینجا میکرد درست منم شینده بودم داخل فرقه. بفرمایید. درباره اون خودکشی میخواین صحبت کنید؟ بله تا یه بحث دیگه پیش نیامده. چشم. بفرم. من اون روز فکر کنم 29 فروردین که روز پرمشغله ای هم بود واسه من، ما یک ملاقاتی با کمیساریا گرفتیم، البته اجازه تجمع نفرات آکسیونی داده نشد، خب مشخص هم بود قبلا هم ما خیلی تلاش کرده بودم، خب بنا به دلایلی که میدونیم فرقه چیز میکنه، خب اجازهش مونده. با یه سری از بچه ها که رفتیم که همونجا سکورتی گفت نه این تجمع برحال صحنه رو ترک و اینا، برحال من رفتم داخل کمیساریا که ما تنگ تکی میگو دارید چی کار میکنی شما، هر تونی که همین چند مورد رو گفت که والا ما همین داریم تلاش میکنیم برای شما برای مهمه هم حقوق بگیریم، دولت قول داده تا پایان ماه می سر اجازه کار صادر کنه و هم کمپانی ایتالیایی که گفتن. علاوه بر این من همین موضوعی که در رابطه با نشست در داخل فرقه که از بسته شدن این کمیساریا بر امسا که کلان دستاورد استراتژیکشونه که رهبر فرقه اومده بود حالا از اون دنیا اومده صحبت کرده یا کسی نائب برحق چیزی داشته این ورداشت صحبت میکرده، از برات خوشحالی سران فرقه از بسته شدن هم که همون شب قبلش من به دستم رسید و تو هم گیرودار بودیم، این دوتا موضوع رو هم افتاده بود که ما عرضم بعد از ظهر که داشتم به سمت خونه می اومدم این مسیج برای من اومد که من عیناً عین این مسیج رو کپی پیست کردم در همون مقالم، که این دوستم گفته بود که آره اوضاع اینجا خیلی داغونه و بعد کسی حرف کسی رو گوش نمیده و هر کی صادق خودش رو میزنه و اینا، و یه اشاره هم کرد که علی اکبر کلاته چند وقتی میخواسته بیاد بیرون و بعد مسئولین باهاش صحبت میکردن و خودش قسمت تعمیرات خود رو کارش رو حتی روش حالا خودکشی کرد و برحال این خودکشی کرده اونجا فوت نکرده، تو بیمارستان فوت کرده.
من خودم علی اکبر کلاته رو نمیشناسم، الان چهرتن که میشناسم ولی از نزدیک باهاش چه کارم خاطر فردی چیز داشته شده ندارم، ولی دقیقا تو همون مقالم این چند تا موضوع که در کمتر از 20 ساعت این صدا پیش اومد کنار هم گذاشتم، گفتم واقعا این نشون میده که در آستانه تعطیلی این کمیساریا که با تمام خباثت هایی که خود این فرقه به کار برد این اتفاق داره میفته و چقدر ابراز خوشحالی داره میکنه از این، این اتفاق خودکشی هم که شده چون فرقه و خودکشی ها رو اعلام نمیکرد مجرد صدیق قبلا خب موارد خودکشی تو فرقه بود یاسر بود و برای اون اعلام نمیکرد، ولی اینجا به دو دلیل، یکی این که خب برای تو بیمارستان فوت کرد که علت فوت رو اصلا اعلام نکردن که علت فوت چی بوده، تو سایت به اصطلاح مجاهدیشون مطلقا خبری نزدن، تو فیسبوک و فلان تو سایت جانبی زدن شد و اشاره کردن که مریم خانم هم گفته که بله و تسلیت و مجاهد صدیق و بعد از 3 دهه مجاهدت و رشادت کنن. این تنها دلیلی که اینا این کار کردن فقط به خاطر این بود که در آستانه تعطیلی این کمیساریا این موضوع خودکشی آنتنین نشه که یه وقتی منجر میشه به سیز شدن کمیساریا تلسکوپاشون رو برگردن و فرقه و خدایی نکرده خدایی نکرده از در فرقه مأموریت کمیساریا ادامه پیدا کنه و همین سازمان رو همسان، برای همین به مصلحت هم که شده چون واقعا منافع دارن این وسط این خودکشی رو اومدن گفتن که مجاهد صدیق پر کشید و به جاودان فروغا پیوست کالا چقدر واقعی. منم واقعا در پای مقاله هم نوشتم این چند تا چیز من صادقانه هم شران شده که در این یک روز بود امروز و همون روز 20 فروردین معلیسی در رو نوشتم، قضاوت با خودتون ببینی که این ستا اتفاق چطوری میشه جنبندی کرد که این فرقه داره چیکار کنه، ولی من شک ندارم که دیر یا زود بران آفتاب حقیقت تابیده خواهد شد و بران همه خواهم فهمید که چی بوده. بسیار ممنونم. آقای کلمی پیشنهاد میکنن که ایشون نشنن پیشنهاد من این است که آقای سوربی در طی برنامه خود شما هم دارید چند با برای هممیهنان بگویید که تمامی کسانی که حامی حقوق بشر هستند یک نامه برای کمیساریای عالی در ژنو و همینطور یک نامه برای دولت آلبانی جهت حمایت از دوستان به اصطلاح ارسال کنند. جالبه چندین بار آقای رزاقی به این نکته اشاره کردن که کجا هستند حامیان حقوق بشر که حتی اگر یک گربه ای در یک گوشه ای از دنیا دچار اشکال میشه و اینها زار زار گریه میکنن ولی این هموطنان ما این مصیبت ها و این اشکال ها و هیچ کس صدایی نمیده حرفی نمیزنه حتی افرادی که از سازمان جدا شدن. این هم از این. آقای کرمی باز میگن علائم هایی هست که نشان میدهد این یک خودکشی بوده در رابطه با همین آقای علی اکبر کلاته، چون شما اسمش رو گفتید و گفتید در بیمارستان به اصطلاح چیز شده احتمالا خانوادهش هم در جریان هستن. آقای ایرانی لطف کنید یه مقداری از شرایط حقوقی خودتون که این روزها درگیر هستید توضیح بدید. عرضم بزرگتون که قبل از این شرایط حقوقی من بگم که من خودم هیچ کدوم از این خودکشی ها یا همون حوادث حتی همونه که خود فرقه میگه به صورت اتفاقی مثلا یکی فوت کرده مثل غرق شدن مالک رو اینا رو مطلق خودکشی نمیدونم، اینا قتل، اینا مسئولینش باید به پای مارکم کشیده بشن بیان توضیح بدن. اون نفری که دچار خودکشی شده از شکمسی رفته خودکشی کرده در چه شرایط زمانی و مکانی بوده، در چه وضعیت روحی بوده، در چه وضعیت جسمی بوده، تحت چه فشارهایی بوده، مثلا زندانی که زیر فشار خودکشی میکنه آیا میشه گفت خودکشی؟ این قتله. چرا مثلا نفر به نقطه میرسه خودکشی میرسه؟ مثلا چه شرایطی تو ایجاد کردی توی اون مزرعه حیوانات که نفر رو به نقطه خودکشی برسونی؟ حتی به گفته خودت که میگه مالک غرق شده توی اون دریاچه که دریاچه نیست و باتلاق بود که حتی مردم بومی اونجا برای شنا استفاده نمیکرد از اونجا به خاطر اینکه مبادا تازه مزرعه حیوانات شما که دو قدمی دریاست دیگه، مبادا مثلا نفرات شما چشمشون به
آدما بیفته و خدای نکرده انقلاب خاورمیانه سوراخ بشه، آدما رو برداشت برد تو اون باتلاق، بعد نفر شناگر شماره یک خودتون بود کلی سلاح از ارز رد اروند رود رد کرده بود براتون که شما میرفت عملیات درستی انجام میدادی، این نفر وجود بعد این میشه مثلا تو گل گیر کرده، قتله. کما اینکه اینم قتله، اینا باید واقعا من مجامع بین المللی آقای رضایی مثلا گربه چیز میشه اینا داده بیان چند نفر بیان کارشناس باید چک کنه چی شده، چرا این اتفاق افتاده، به چه نقطه این نفر رسوندیم، کیا مجرم بودن این وسط، کیا اون شرایطی ایجاد کردن که نفر به نقطه خودکشی برسه، این همش به لازم وقوع قابل پیگرده. کما اینکه اگر که این فرقه در کشوری مثل توی محدود شنگن می بود، اولا نمیتونست همچی شرایطی مزرعه حیواناتی درست بکنه و آدم رو ببره اونجا خفقان تشکیلاتی ایجاد بکنه، نفرات به نقطه خودکشی برسونه کدامه. ولی اگر هم همچه اتفاقای کاری هم میتونست بکنه، همچه اتفاقای هم میفتاد کاملا قابل پیگرد بود. ولی خب برای متاسفانه آلبانی کشوری که هم به لحاظ فساد بروکراسی که داره خودشون هم میگن مافیای دولتی که وجود داره، برای خارج از شنگن هم هستی که انقدر این کشور اولویت های اقتصادی داره که واقعا یه چیزای اینطوری دیگه برای پشت داره. اینها مثلا ببینید در همون مانز ولیج، همون روستای مانز که اینا رفتن مزرعه حیوان درست کردن، یه سری مقامات محلی دولت خوب میخوان، یه عده‌ای که این کاره نیستن رضایت میدن به کاری که فرق داره میکنه، با خوش میان. خب برای این منطقه ما یه منطقه فقیر، این ایرانیایی که اومدن با این ساختمان سازی ها اینا کردن به گردش مالی و اقتصادی منطقه کمک کردن، خب باش از این موضوع بشه که اینقدر مشکلات مالی و اقتصادی این کشور این مقامات محلی داره اینه که خب باشه یه چیزا به نفع مردم منطقه است، برای همین چیزی رو خیلی چیزا اتومات میبندن به این صورت. بسیار ممنونم. دوستان در همین رابطه صحبت میکنن، آقای شکری نوشته در رابطه با خودکشی این اولین یا آخرینش نیست، چون من کامل در جریان دو مورد دیگه بودم که یکی تو اشرف و یکی توی لیبرتی که فشارهای روی نفرات است دست به چنین کاری میزنن، ولی فرقه میخواد از مردن این نفرات هم خودش را مظلوم نشان بده و ظرف دو روز سریع عکس و برنامه های خودشان سر عکس علی اکبر کلاته برداشته شد و دیگر توی سایت فرقه نیست. آقای سنیخانی میگه تمام نفراتی که الان بیرون میآیند همه از وضعیت اسفبار روحی نفرات میگویند، پس خودتان تا آخر بخوانید، خودکشی هم جزوی از این وضعیت است. آقای موسی میگه که علی اکبر هیچ موقع با مناسبات این فرقه چفت نبود و از دروغ های مسئولین فرقه متنفر بود و در رابطه هایی که با داشتیم در به زبان می آورد که خسته شده است. آقای زمانیان هم از ایران نوشته که این سازمان یا اینها بابت فروغ جاویدان با اون همه کشته سکوت کردن و باید در مورد خودکشی چه بگوین، یعنی میخوام بگن سازمانی که کاراش مخفیانه هست این رو هم به حساب اون بذار. آقای مصباح از آفریقا با ما هستن، سلام میکنم به ایشون. و آقای علی حاجری میگه آقای سوری من از سال 1365 با علی اکبر کلاته در جبهه شمال غرب آشنا شدم، تا به حال من حتی یک بار ندیدم از فرقه حتی تعریف کند، چه رسد از انقلاب مریم و غیره. در سیمای اختناق حتی از نوع بیماری چیزی نگفت، این به نظر مشکوک میاد. خب آقای حیرانی ممنونم از شما. در رابطه با میگن که این دو سه سالی که نفرات مختلف از دوستان شما جدا شده هن، تا الان چه ریلی را با کمیسریا طی کرده اید؟ من همونطور که در ابتدای همین برنامه گفتم که از آخر به اول رفتیم که این موضوعی که الان به وجود اومده که مثلا همه چیزا قطع شد به اسمی که بودجمون تموم شده که ما بهشونم متذکر شما بودجتون تموم شده، وضعیت ما که تعیین تکلیف نشده، خب بودجه رو دوباره تصویب باید بکنین دیگه، شما باید گزارش بدین به بالا، شما دستن درکارین، شما وضعیت ما رو مانیتورینگ وضعیت ما رو باید به بالا گزارش بدین. خب بودجه تموم شده که قرار شد بودجه تموم شده همه سرشون رو بزنن زمین بمیرن،
من شما وضعیت نفرات میبینید در چه فشار منگنه قرار گرفتن بین دولت اینجا و فرقه و شما. این توپ فوتبال داریم پاس میدیم، دولت اینجا میگه من رفتی نداره، من با سازمان مجاهدین چی دارم، کمیساری میگه من بودجه ندارم، فرقه هم که یه درم میگه مزدور و یه درم میگه خائن و هر روز بلای سر این آدما در آورده. خب بالاخره این آدما چه استاتوی برخوردارن. یه دفعه یکی از نفرات رفته بود دعوا کرده بود توی آن نفر ایتالیا سر توی همین کمیساری، گفته بود توی مملکت سگا پلاک دارن، تو به ما کارت ندیدی هنوز، ما چند سال وارد این کشور شدیم، مگر در هر کشوری پناهندهی پناهجویی تحت هر شرایطی یا حتی همین هیومانیتریان اکشنی که خودتون میگین اقدام انسانی، این دولت اینجا هم یک مصاحبه با کسی نکرده. بعد مثلا شما سوال میکنید وضعیت حقوقی چیه، اصلا استارت نخورده چیزی با دولت اینجا که اصلا ما بتونیم ببینیم مثلا وضعیت حقوقی ما اینه یا توی این نقطه ایم یا این پیشرفت رو داشتیم. ما در یک حالت استنبای، در یک حالت معلق بین زمین و آسمون، یه پاسکاری سر وضعیت این مستمری نفرات بین فرقه و کمیساریا. دوباره یه اتفاق افتاده، یه بار چند سال پیش بود که فرقه با پدرسوختگی برداشت یه پول بیشتری رو به نفرات داد، اون زمان خب بیشتر هم بچه های خودشون بودن، نفرات جذب کرد سمت خودش، از اون برم به موازات برداشت با کمیساریا صحبت کرد که نه ما خودمون از اینها رو میدیم، همه چی قطع شد. بعد فشارا رو شروع کرد، یه وضعیت فضاحت‌باری که آدما دیگه به اینجاش رسید، دوباره رفتن اونجا تحصن کردن، اعتصاب کردن، تومار چند کردن که دیگه تا فرقه به خودش جنبید، دوباره کمیساریا از ژنو دست اومد که نبی آدما حقوق بدین که نتونست دیگه فرقه همه شد. که الان دوباره باز همون سناریو تکرار شده، همیشه رو قطع کردن، فعلا یک اجازه کار نسیه و یک کاری هم قرار شما رو معرفی کنیم و هر شمی که کسی گوشی مونه ما الانهایی گفتیم افراد کرایه خونشون رو نداشته باشن بدن، همین کمپ ببرو میتونم برم، تو گفتن نه اونجا نمیتونیم، پس چی کار کنم؟ شما داری یک کاری کار بجای باریک بکشه، اینطوری افراد کم آدم ها تحت فشارهای روانی روحی ذهنی کمبود عاطفه تو تشکیلات لعنتی بود که الان شما شروع کردین رو مغز آدم ها اینطوری را میرین، اینطوری آدم ها رو در یک حالت فشار و استرس و دپرس کردین آدم ها رو، مثل چه وضعیتی؟ بعد الان بودتون دیگه بیشتر از این هم البته نمیشه انتظار داشت. ببینید چون ما که واقعا ما برای کارمنده کمیساریا که اینجا هستن ارزش قائلیم، خیلی هم بهشون احترام میذاریم، دوستم شدیم با کارمندان رفسا، همینطور زد و بندهایی در بالا داره انجام میشه، بندهای خدا که تقصیر کار هستن، خیلی هم آدم های هستن بدارد انسانی. ولی ببینید جناب سوری، جسد مالک شرایی در حالی که خانوادهش درخواست کرده بودن که جسد برگرده ایران که راحت با یه پرواز میرفت ترک استانبول، استانبول هم میرفت ایران، جسد ساعت 2 شب از توی سردخونه اومد بیرون، قبیه 5000 پول دادن جسد رو کشیدن بیرون، تو تاریکی برداشتن بردن توی قبرستان همین کشار دفنش کردن، یه خورشید در آمده بود یه خاک رو ریخته بودن تمامش کرده بودن دفن کارش. بعد ما همون موقع رفتیم کمیساری رو گفتیم مگر مسئولیت ما با شما نیست؟ مگر ما در لیبرتی بودیم با شما رو مسئولیت؟ من شما رو نبودیم، شما ما رو تحویل کسی ندیدن، چرا شما نرفتیم جسد رو ببینیم؟ چرا پزشک قانون نرفت نگاه کنه؟ بس سرشون پایین بود از خجالت، میگفتن که آی حیرانی به ما گفتن دخالت نکنیم، ما لهجه افغانستانی دارن، سرشون پایین میگفتن به ما گفتن که دخالت این چیزا نکنیم، خودشون سرشون پایین. بعد دنبال میگفتن که خبر جدید چیه، واقعیت چی بود، ببین چه وضعیتی منزجی انزجار آوری اونها ایجاد کردن. کمای کمی علی اکبر هم همینطور، گواهی فوت این کجا صادر شده، تو چه بیمارستانی، علت فوت چی بوده، چرا هیچ عکسی نه از جسد نه از خاک سفاری نه فلان، تو یه عکسی زدی آقا تموم شده رن ده. چه فضیعتی آخه مثلا کنه. خب دیگه حالا وقتی که در این کشور این کارا داره انجام میشه، جسد طرف رو میزنن تمومش میکنن، هیچ که صدایی هم در نمیاد دیگه، خب این وضعیتی هم که حالا یک کارت آبونه قطع کردن و خدمات در نامجی لدن و حقوق افراد جدا شده رو قطع کردن، اینا مینیموم هست دیگه. وقتی یک زد و بندهای کلام و بسیار کثیفی در بالاترین نقاط داره انجام میشه توسط اون لابی کثیف آیپک که مریم خانم اینجا می چیز رو اشاره کنم که من داخل مناسبات بودم، یکی از این فرماندهان میانی ناراضی
میگفتش که آره دیگه، برادر همیشه میگفتش که رژیم اعدامی های ما رو تو پرچم آمریکا و اسرائیل میپیچید. دیگه نیازی نیست دیگه، خود خواهر مریم وسط آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها داره تردد میکنه همش تو تمام این چیزا، خودمون الان داریم تو پرچم آمریکا و اسرائیل میپیچیم. خب توسط همون افراد با نفوذ، همون آدمایی که لابی با نفوذ و کثیفی که داره کار میکنه، خب اینجا به راحتی این کارو دارن انجام میدن دیگه. بفرمایید. خیلی ممنون. اجازه بدید تشکر کنم از آقای مصباح، چون ایشون خودشون توی کارهای دولتی و دیپلماتیک و اینها وارد هستن. یه سوالی کردن، هم شما هم دوستان دیگه اگه لطف کنید جواب بدین، بنویسید، شاید بشه یه راه کمکی پیدا بشه. ایشون نوشتن که لطفاً سوال کنید که دوستان جدا شده و آماده جدا شدن از فرقه چه کمک‌هایی را از مردم و طرفدارانشان انتظار دارن. آقای کرمی پاسخ نوشتن که آقای مصباح عزیز، هر کدام از هموطنان می توانند فقط نام نگاری کنند، درخواست کنند که امکاناتی به پناهندگان تعلق بگیرد. یادم آقای رزاقی وقتی که فرقه داشت حاضر می شد که از عراق بیان به طرف آلبانی، ایشون می گفت که فکر نکنید شرایط افراد در آلبانی بهتر می شه. و حتی به خانواده های این دوستان می گفت که باید نوشتن نامه و فشار و اینها به سازمان‌های بین‌المللی زیاد بشه. امروز هم آقای رزاقی اینجا نوشتن که آقای سربی، یکی از سران فرقه به جدا شده ای که از فرقه حقوق می‌گیرد گفته هر ماه 500 دلار به شما می‌دهیم، اضافه است با کمتر از 500 دلار برگه فوت می‌گیریم، آب از آب تکان نمی‌خورد. یعنی یه جوری خواستن بگن که زنده بودن این افراد برای اینها خرجش زیاده و حقیقتش جنبه تبلیغاتی آنچنانی نداره. اجازه بدین چون آقای رزاقی این سایت وبسایت مجاهدین رو سرچ کرده و اینجا میبینید الان دوستان که اثری از اسم و فامیل آقای اکبر کلاته میمری اونجا نیست، این رو عکسش فرستادن. من تشکر میکنم و به شما هم نشون دادیم که خودتون ببینید اینها چجوری یک نفر رو یه دفعه از صفحه تاریخ پاک میکنه. خب یه سوالی هست که با این توضیحاتی که شما دادید جوابش معلومه، ولی باز هم من میپرسم چون اینجا به اصطلاح نوشته شده، دشمنی سران این تشکیلات با شما جدا شده ها چیست؟ عرضم حضورتون که یه نکته فقط قبلش، اینا مطلقاً و مطلقاً نخواهند تونست که کسی رو از صفحه تاریخ حذف کنن، بلکه یک نقطه و یه لکه ننگی بر پیشونی خودشون در صفحه تاریخ خودشون برای قایم را. در رابطه با عرضم حضورتون که دشمنی اینا با افراد جدا شده، یعنی کسایی که عرضم حضورتون ماها که افشاگری میکنیم یا همه از یه طرف، حالا در کل بگید یا شما خودتون جدا کنید اینو. بحث که چون خوشون بحث کلی داشتن که خبرش از داخل برام اومده، یک پیام بود، حالا تو نشستم برای فرماندهی که کارشون باد زدن کباب این بحثای مسئله جدی، قرقرش کردن که آره یک بریده بدتر از 10 تا پاسدار در تیرانا در آلبانی برای ما، یعنی تازه فقط بریده، یعنی کسی که خائن به انقلاب و خواهر مریم هست، نه ماهایی که به قول اونا بریده موضوع رو فلان هست. برحال با این فرض، با این تئوری دیگه دستشون برسته توانشو داشته باشن که سربی نیست میکنن، نداشته باشن هم که با یه لول پایین تری، با یه لبخندی، با یه تهدیدی، با یه تکنی خلاصه نفر رو اکسپلش کنند، اینجا اخراجش کنند، بفرستنش به سمت بره. به این صورت علت دشمنیش هم اینه که خب علت اصلیش رفلکسیه که در داخل تشکیلات داره همین نفرات جدا شده اینجا برای خب نفری هستن کار میگیرن برای موفق میشن یا مثلا تشکیل خانواده این میدن، بعد خب
اون چیزی که داخل افراد میترسن که آی بی از گرسنگی میگه، خب مثلا چک میکنن دیگه وضعیت نفر چک میکنه، ولی نه تو هم مایی که رفته اتفاق رنگ روش هم باستر شده، ما فلانی رو دیدیمش مثلا تو خیابون رنگ روش باستر شده و خوش بالش چه لباسای پوشیده داد، مثلا ما همش این لباسای اینجوری مجبور بپوشیم، یا مثلا چه گوشی موبایل داشت، چون مینیمم های جامعه بزرگترین حسرت بودگی های افراد در داخل این تشکیلاته، داشتن یک موبایل، داشتن یک صفحه اینستاگرام، کما که ما خودمون هم توی بود داشتن یک صفحه فیسبوک، داشتن اینستاگرام. خب بعد این باستابی که در درون تشکیلات داره خب خوشایند فرقه نیست، خب اونم میخواد این به قول خودش میگه که تشکیلات آهنه، این تشکیلاتش رو باید جمع جور کنه، باید نگه داره، باید افراد رو بتونه در محبس نگه داره. خب برای اینکه این تأثیر که این چیزی که ایجاد تأثیرات منفی به قول خودش در نفراتش داخل تشکیلات میکنه اینو از صحنه حذف کنه، خب برای این دشمنی به دلیل تأثیراتی که افراد جدا شده رو نفرات داخل تشکیلات داره، به این صورت ایجاد انگیزه میکنه طرف بالاخره بلند شه بیاد. اون سوال آقای مصباح که دوستانی که جدا شدن یا در فکر جدا شدن هستن چه انتظاری دارن از به اصطلاح مردم، یا به نوعی چگونه میشه به این افراد کمک کرد؟ عرضم به حضورتون که الان فعلا توی مرحله‌ای که هستیم ما این جنگ حقوقی که داریم بتونیم تا جایی که بتونیم مانع از این میشیم که به خواستهاش فرقه برسه، بتونه افراد رو مثلا در یک وضعیت بدی قرار بده. همین نامنگاری ها با عنوان های بین المللی خیلی مهمه. بعد عرضم حضورتون تا میتونن این موضوعات رو پابلیک کنن، این چیزایی که تا همین چندی پیش هم واقعا موضوعاتی که جز راسای سر به مهر این فرقه محسوب میشه، خب ما برای با این تلاشی کردیم رو پابلیک کردیم، افراد در جریان قرار میگیرن دیگه. تا آینده نزدیک ببینید که خب واقعا چطوری چی میشه. من واقعا یه عکسی بود چند روز پیش اینستاگرام گذاشتم، مال شب کریسمس بود، رمزای مهمونی گرفته بود که تو عکس همه داشتن میخندیدن، همه با هم بودن، هم ما هم کسی که اصلا پول میگن. ولی خب الان خب همه یه نگرانی هایی دارن از آینده نزدیک برای چه تقدیری میخواد رقم بخوره، که من واقعا کامنتی گذاشتم نوشتم تو این عکس همه دارن میخندن ولی الان همه تحت استرس این موضوعات هستن. لعنت به روح پلید رجبی، محال بگذارن که موفق بشی و این افراد رو به ذلت بکشن. ما حتی اگه شده اینجا کارزار اینترنتی را میندازیم، از تمام دوستان آشنا در کشور مختلف هر چی که تونستن بفرستن برای آدم ها، در نیازمندی های صنفی آدم ها رو حل کنیم. نیاز شد حتما دست به این کارم خواهیم زد و یک کارهایی هم کردیم، تا الان صحبت هایی هم کردیم که ایشالله کلا به اون نقطه نمیرسه. ولی اون چی که ما الان در نقطه زمانی و مکانی که هستیم همین نامنگاری ها به این مرکز مهم حقوق بشری. بسیار ممنونم. آقای هادی سنی‌خانی میگه دشمنیشون با این دوستان به خاطر افشاگری هایی هست، همونجوری که شما گفتید که این اینفورمیشن ها رو پابلیک کردین و در اختیار مردم قرار میدید. آقای شکری میگه که مریم رجوی سر جدا شده ها گفته هر جدا شده ای به اندازه 50 نفر در داخل تشکیلات هستن، انرژی میگیرن چون خود فرقه میدونه جدا شده ها دست از سرشون بر نمیدارن. آقای رضاوی نوشتن جرم جدا شده ها اینه که ماهیت رجوی پلید و مریم قجر و سران فرقه را افشا میکنند، فقط همین. آقای سربی، این آقای پرویز نوشتن، حالا آقای سربین ها خودشان میگفتن اون که در بیرون است برای ما مهم نیست، ولی اون که از مناسبات فرقه جدا میشه خیلی حقایق را میدونه و دست فرقه رو میشه و همین افراد میشوند منتقد فرقه که این برای اونها خیلی بد است. بعد از آقای هادی میگه بعد از افشاگری ها درصد منفوریتشان در ایران و اروپا که ما از آن دور میشنویم، آنهایی هم که نمیدانستن فهمیدن فرقه رجوی یعنی چه. آقای موسا میگه آقای سوربی بارها مسعود رجوی در نشستهایش میگفتن جدا شده خوب و بد نداریم، همه خائن هستند و باید یک گلوله خرجشان کرد، این حرف سرکرده این فرقه منفور است. خب آقای حیرانی
سال چهارم اینجا فقط نوشته. من قبل از سال چهارم در رابطه با همین چیزی گفتیم که سر جدا شده ها گفته یک گوله باید بزنیم، قبلا فکر کنم گفتم توی همین برنامه‌تون که در نشستی که قبل از اینکه من سازمان بیام بیرون از فرقه، خود مریم رجبی گفت حتی اگر ما به پیروزی نرسیم آخرین گلوله رو گذاشیم برای کسایی که در اینجا به ما خیانت کردن و از تشکیل رفتن، تازه نه ماها، کسایی که خواهان انقلاب و خواهر مریم شدن. یه موضوع دیگه در رابطه با همین نشستی که مثلا مسئول رجبی داشته که تبریک گفته و فلان اینا که اخراج کمیساریا برای ما خیلی دستاورد مهمتری از اخراج رژیم از آلبانی، من شخصا رفتم رمسا کمیساریا و مسئول اینجا گفتم، جوابی که به من دادم گفتن که بله برای ما قابل درک، سودشون رو برن میبرن در مقاطع تشکیلشون. موضوع دیگه در رابطه با دشمنی فرقه علیه جدا شده ها طور خاص، ما موضوع اینه که علاوه بر تأثیری که افراد جدا شده بر روی نفرات داخل تشکیلات دارن، تأثیری که روی جامعه آلبانی دارن، چون اینجا یه جامعه خب کوچیکیه، مثلا خود آلبانی کشور کوچیکی، خیلی موضوع سریع جا باز میکنه، کمایی که مثلا خود آقای محمدی اومده بود خب برام کشور چون چهار تا مسابقه کرد تو خیلی میرفتیم همه میشناختنش، میرن صحبت میکنن چی شد سمیه چی شد اومد بیرون نیومد بیرون، مثلا اینقدر موضوع حالت محلیه. بعد تأثیری که افراد جدا شده روی جامعه اینجا دارن، به هر حال ببینید مثلا ما خودمون توی آپارتمان کشار که بودیم، این روانشناسای سازمان رمسا اونجا دفتر داشتن، ولی به ما میگفتن که اگر یه وقتی بهتون مراجعه شد مطلق پیش روانشناس نمیریم، و گفتن مشکلی نداری استر میگی نه من هیچ مشکل ندارم خوبه خوبه. چرا؟ موضوع اینه که آقا روانشناس کار حرفی تحصیل کرده، دانشگاه رفته، آموزش آکادمیک دیده، میاد نیم ساعت یک ساعت صحبت میکنه، خود به خود اون نفری که تحت روانکاوی روان درمانی قرار میگیره خب راستش سر به مهر باز میشه. الان یکی از چون برای مثلا توی همین سازمان رمسا این گزارشاتشون خب برای ارسال میشد به بالا، افرادی که میومدن از موضوعات و مشکلات ذهنی قلبی روحی عاطفیشون میگفتن که عمده اون تحت تاثیر سالیانی بوده که علتش در یک محبس تشکیلاتی بودن، خب اینا همه جمع‌بندی میشه، نشیگیری میشه، فرستاده میشه میره بالا، دیگه آبرویی از این فرقه نمیمونه. برای همین این یک بابت طرف دیگه، خب برای افراد دارن زندگی میکنن تو محلات، مثلا نفر میپرسه شما کجایی هست اینا فلان اینجا چیکار میکنی، من چرا تو اون سازمان نموندی، خب خود به خود چی میخوای بگی، میخوای بگی خب میگه حتی اونایی که از فرقه پول میگیرن دیگه در و همسایه و مغازه و میون فروش و فلان و هر شما مراجعه دکتر مراجعه میکنه میگه خب چرا شما اونجا نیستین، میگه مثلا اونجوری، میگن آره ما رد میشیم دیدیم مثل زندان دورش سکیوریتی و پلیس اینا داره اینا علی فرقه دست فرقه رو میکنه، اون میخواد هیچ کی نباشه، مثل زمان صدام حسین که خودشون تو عراق بودن غیر از خودشون و صدام حسین هیچ کسی که تو عراق نبود دیگه، هیچ کی هم خبر نداشت چه خبره. فکر کنم مثلا در همون زمان که اینا تو عراق بودن، خب افراد در عراق مثلا زندگی عادی و اجتماعی داشته باشن، خب برای فرقه خوب نبود دیگه، رفلکس خوبی نداره برای فرقه. از این بابه بفرمایید. بسیار ممنونم. آقای مصبا میپرسن که این سازمان هایی که دوستان میگن اگر امکان داره آدرس هاشو بنویسین. یادمه که این کار رو قبلا در برنامه ها انجام دادیم، باز هم اگر آقای کرمی، آقای رزاقی و دوستان دیگه لطف کنن این اینفورمیشن ها رو روی فیسبوک بذارن که طریق تماس از مثلا آدرس های اینترنتی، آدرس های فیزیکی، شماره تلفن و اینها، و افرادی که بخوان واقعا کمک کنن تماس بگیرن و مثلا نظر اونها رو به این موضوع بیشتر جلب کنن. آقای رزاقی میگه که آقای سلیمان و آقای کرمی وقتی به اروپا رسیدیم شخص مریم قجر و سران فرقه در کارهای حقوقی ما سنگ اندازی میکردن تا 2 سال از رستوران هایی که برای بی خانمان ها غذا می دهند غذا گرفتیم، کارگری کردیم، اما جلو فرقه سرخم نکردیم، پوزه رجبی و مریم قجر را به خاک مالیدیم. آقای حاجری هم میگه فکر کنم اول رجبی باید به سر خودش شلیک کنه، بعیدم نیست چون خبری ازش نیست، ممکنه یه جایی
در اون غیبت های چی میگن صغیری که داشت این کار رو انجام داده باشه. حالا هم که آقای حیرانی میگن در نشستی، گویا این نشست حتی به صورت چت اگه بوده ویدیویی نبوده و فقط صدا بوده. نه 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 فقط نوشتاری بوده. آها نوشتاری بوده. اراغم بودیم همینطوری بود. بله بله. یعنی خب میشه بگی اصلا از طرف کسی دیگه ای بوده و این یه دلیل خوبیه که من بارها از آقای فیلابی پرسیدم و ایشون جوابی نداشت. دوستان میپرسن که شما در روزهای گذشته ملاقات هایی با کمیساری های پناهندگی در آلبانی داشتید، توضیح بدهید که در آخرین ملاقات چه گذشت. شما یه مقدار توضیح دادید ولی اگه میخواین بیشتر این رو باز کنید. عرضم حضورتون اون ملاقات کوتاه بود که عرضم حضور که همون چند موردی که بود من به من گفتن که من اومدم خب اطلاع رسانی کردم به همه، حتی پابلیک شهر کردیم که هموطنان بدونم. بیشتر چیز خاص همین بود دیگه که من توضیح دادم. فقط یک موضوع هم در رابطه با این که الان گفتی که یکی از نفعه گفتی که اینا شلیک به سر خودشون برن بکنن، باید شلیک کنن. آقای حاجری گفتن بله. آره فقط میخواستم بگم که چون این حرف رو من قبلا شنیده بودم در داخل مناسبات که یکی از دوستان رفت مسئولین فرقه گفت شما از ترس شلیک به پاتون به سرتون شلیک کردیم با ساختن این مزرعه حیوانات. شما بهترین فرصت برای این فرقه جناب سوری همین آلبانی بود که موقعی که اینا اومدن اینجا، نه من خیلی دیگه رفتن گفتن ولی اینا لم یفهم شده بودن، اصلا نمیفهمیدن. گفتو که این کار رو نکنید، شما بهترین فرصت برای این فرقه اومدن با آلبانی بود که تمام اشتباهات گذشتهشون رو جبران کنن، تمام کارهایی که اشتباهی که به عمد و غیر عمد در تشکیلاتشون در عراق کرده بودن راحت میتونستن ربطش بدن به شرایط زمانی و مکانی اون دوران و صدام، یعنی خلاصه همین کاسکوزای غلطکاریایی که کرده بودن رو سر صدام خراب کنن و واقعا یک شیوه جدید رو در تشکیلات شروع کنن. کما اینکه خود اون رجعی هم توی لیبرتی گفت با الگوی ارتش آزادی بخش ایرلند ما ارتش آزادی بخش خواهیم موندن. اگر با هم الگو میرفتن و این سازمان رو به سمت انبساط میبردن، مثلا همون موقع خیلی راهکار لایه میانی و جوانتر فرقه رفتن گفتن که اینا همون موقعی که اومده بودن مثلا به راحتی میتونستن به افراد موبایل خوب داد بدن، بگن ارتباط همه صفحه باز کنن، همه هر کسی آقا فرماندهی مثلا فامیل خودش خانواده خودش داشته باشه آقای باش کنین کار کنین، یا مثلا افراد رو مثلا هر چند نفر تو خودشون یک مسئول انتخاب کنن یه خونه اجاره کنن و به حساب هر کسی مثلا اگر ماهی 500 یورو هم مثلا میدادن که یا مثلا افراد بتونن ازدواجی هم بکنن یا اونایی که تو تشکیلات از قدیم با هم بودن یا برات یا حتی با خانم آلبانی ازدواج میکردن، اگر که ما 500 یورو این خرج میکرد به هر کسی میداد برای 2500 ده سالش میشه 100 میلیون دلار که اینا سر زر 100 میلیون دلار رفتن مزرعه حیوانات درست کردن باهاش. یعنی هزینه ای که در عرض چند ماه دیده حقوق 10 سال کل این جنبش میتونست باشه. دقیقا اینا رفتن همه چیز رو عراقیزه کردن، دستشون اصلا برای فرقه برای همین افراد رو شد. کما که خود تو خود عراق هم خیلی بودن مثلا تیپای روشنداری که مثلا انتقاد داشتن به روی کرده تشکیلاتی بین زد و بنده و بگیر به بنده تشکیلاتی، بعد اون موقع میگفتن که نه والا ما ایدئولوژیک اصلا خودمون به این چیزا به این ضوابط اعتقاد نداریم، ما میبینیم ضوابط زشت تحقیرآمیز ضد حقوق بشر فلان، ولی خب به خاطر شرایط زمانی و مکانی به خدا قسم شما سازمان رو نمیشناسین، خواهر مریم رو نمیشناسین، تو اروپا دفتر سازمان اینطوری نیست، این مناسبات بازی دارن، ما که نمیخوایم افرادمون رو زندانی کنیم. دقیقا اومدیم اینجا آدم برای موجود این وضعیت تشکیلات در عراق ربطی به شرایط زمانی و مکانی نداشت، اتفاقا از ماهیت عقب مونده و پسمانده فکری این جنبش این سران این فرقه در میومد که اینا برداشته این عراق آدم ها رو برده اونجا
به این صورت یک تشکیلات مثل عراق آرزو شد، خب تشکیل شد، کسی هم بهش نپیوست، همینطوری داره آب میشه. از این بابا این شلیک رو واقعا به سر خودشون کردن، کمانه که همون موقع من رفتم به این هم مسئولین گفتم که اینجا آلبانی سکوی پریشی برای شما که به سمت انبساط برید نه انقباض. بعد گفتن که ای آزاد این چه حرفیه، کدوم انقباض، این انسجامه، چرا انسجامه بگی انقباض، ما که به انقباض اعتقاد نداریم. خب وقتی که اینقدر لاشعور بودن اینجوری خودشون رو گول میزدن تئوریزه میکردن، خب باشه برای همین وضعیت تشکیلاتشون الان اینجوریه که میگن الان با واسن یه مسیج اومده بود میگفت یادته تو دوران اپورتونیست یه سری عضوا بودن، یعنی پایتری اعضا جواب فرماندهشون رو میدادن، یعنی افعاها رو گفتم خب میگفت الان افعاها تو روی افجیا وای نیستن، یعنی مورد باردن افجیا هم تو روی افعل اف قرارگاه وای نیسته توهین میکنه. خب تشکیلات اینطوری میشه. بفرمایید. خیلی ممنون. باز از شما میپرسن چرا میخواهند به هر بهایی شده شما را از تیرانا بیرون کنند، یعنی حاضرن چه بهایی رو بپردازن؟ شما منظور کلیت همه نفراته؟ فکر کنم خود شما، حالا شما هر دو رو بگین، خود شما و شمای نوعی همه تو. عرضم به حضورتون که خب یه سری افرادی خب مثل من یا تو گروه خونی من که پی خیلی چیزها رو به تن خودمون مالیدیم و ترسی از هرچی که پیش شاید خوشایند نداریم، موضوع اینه که این همه افراد جدا شدن و تو کشورهای مختلف هم. ولی از همون کشورهای مختلف خبرنگارا میان اینجا چون خود فرقه اینجاست. به هر حال اینجا ما یه فعالیتایی کردیم دیگه، یه افشاگریایی کردیم که خود برای فرقه سنگین داره تموم میشه، حالا در ادامه توضیح خواهم داد. اینجا ملاقاتی که وجود داشته خبرنگارای کمان شخصیتا که حالا چند وقتش حالا اینم اینجا پیش اومد بگم که چند وقت پیشم یکی از نفرات با من تماس گرفت که اینو غیر مستقیم فرقه فرستاده بود که اون خودش خبر نداشت که من ردش رو دارم، آمارش رو دارم که فرقه اینو فرستاده سمت من که سلام چطوری چیکار میکنی و همه رفتن تو نمیخوای بری؟ و گفتم نه فعلا که هستم اینا. گفت که این موضوعی که میگم مال ماه آگوست گذشته بود که اکثر نفرات اون موقع رفتن چون فصل توریست و اینا هاست، بعد مرزهای خود شلتره. بعد گفتش که خیلی ها رفتن تو نمیخوای بری، والا اینجا یه آینده ای نداره، به خدا به خاطر خودت میگم به رفاقت اون قسم و چنین و چنان و از این حرفا. از پشت تلفن اینا رو گفت. بعد گفتش که ما یک کارتی برای تو پیدا کردیم، اونجا گفت پیدا کردی، حالا دقیقا داشت متن از یه چیزی میخون بهش داده بودن داره. کردیم که دقیقا عکسش تطبیقی مثل چهره خودته، تو با این کارت راحت می مونتنگرو، مونتنگرو بوسنی، بوسنی هم به کرواسی که رسیدی، اونجا یه زنگی میزنی به ما، بابت کارت هم واقعا چیزی نمیخواد به من بده، به خاطر رفاقتمون این کارت ها چند صد یورو قیمت چه که نه اصلا میشه جانت و فلان از این حرفا، فقط میخوام که تو مشکل نداشته باشی. به کرواسی رسیدی یه زنگ بزن به ما، اونجا همونجا منتظر باشه این کجا، یه خانم آلمانی میاد تو رو با ماشینش مستقیم میبره آلمان. بعد رفت گفت من نمیخوام آلمان برم. حالا نه تو برو آلمان، از همونجا فعالیتاتو شروع کن، مثلا هر کاری هم میکنی و مثلا مقاله میسازی از همون آلمان بنویس، حالا اینجا آینده ای داره. گفتم خب پس تو خودت اگه همش امکاناتی داری نمیری؟ گفتش که حالا من خود درگیرم و چشم منم اینطوری هم واقعا یه همچین پوهنی خود فرقه برای من ایجاد کرده بود که مفت و مجانی هم یه کارت تطبیقی پس برای ما داده که ما به کرواتسی هم بریم، اونجا یه خانم آلمانی میاد قشنگ با محمل یه شهروند آلمانی هم ما رو تا خود آلمان ببرن که از شهر ما اینجا خلاص بشن. یه همچین چیزی هم داشتیم ما. پس حاضرن قیمتهای بالایی بدن که شماها به اصطلاح دست از سرشون بردارید و برید دنبال. اتفاقا اون موقع آقای محمدی بود اینجا، من همین رو به آقای محمدی هم گفتم مثلا یه همچین موضوع پیش اومده، گفت خب اشکال نداره تو بود، خب راستش من میخوام برم، خب پولی ندارم، یه 5000 یوروی هم شاید بشه از این چیز گیره. آره بد فکری نیست. خب میپرسن که
مدتی است که صحبت از بسته شدن قسمتی، اینو توضیح دادید. و نظر دولت آلبانی در این رابطه چیست و چه اقدامی میخواهد و یا میتواند انجام بده؟ من فکر نمی کنم دولت آلبانی بتونه روی چیزای بین المللی نفوذی داشته باشه، ولی نظر شما چیه؟ نظر دولت آلمانی در رابطه با بستن قسمتی یا بخشی از کمیساریا چیه؟ ارزم به حضورتون که کمیساریا سیاستاش جداست از کشور آلبانی، یعنی حالت یک سفارتخونه ای رو داره سیاست، یعنی آلبانی میتونه به کمیساریا بگه که شما چرا این کار رو قطع کردین یا نکردین یا چیزی، چون که به طور واقع هم کمیساریا که به کسی حقوق نمیده، کمیساریا نقش یک بنگاداری این مثلا، یعنی خلاصه یه راویه که پناهجو رو به پناهنده پذیر معرفی میکنه، کما که در رابطه با اینجا این کار کرده. این دولت تا حالا تفره رفته در زد و بندی که با فرقه داشته تا حالا از این بابت. حالا خود آلبانی هم که نه برحال بیشتر با فرقه جورن تا با کمیساریا. اتفاقا خود کمیساریا هم تلاشایی کرده که متاسفانه خود آلبانی خیلی مثلا سنگ اندازی کرده، که یعنی اون بخشی از دولت آلبانی یا سیستم بوروکراسی آلبانی که با فرقه برحال یک همچین معامله هایی دارن میکنن. باز سوال درباره اون آقای علی اکبر کلاته است. گفتند که نوشتن که چند روز قبل یکی از نفرات به نام علی اکبر کلاته خودکشی کرده است، این چه رابطه میتواند نسبت به کار کمیساریا داشته باشد و چرا فرقه رجوی از توی سایت هایش بعد از دو روز همه چیز را حذف کرد؟ دیگه عرضم بزرگتون که من هر اون چرا که داشتم بیکم و کاس گفتم، این که حالا موضوعات دیگه ای هم هست که ما خبر نداریم که حتما هست، ولی خب دیگه زمان بدیم، فرصت بدیم تا دیگه حتما که به هر حال خونه که به ناحق ریخته شده باشه خب نمیخواد دیگه یه جایی به هر حال باز میزنه بیرون و اینکه حالا مشخصا این چی شده. ولی خب عرضم حضورتون فقط این نکته رو بگم که تو مقاله هم نوشته بودم، تو حتی گواهی برای همین بیانیه هم که سر فوت علی اکبر داده بودن با کلی غلط قلوت لایه توی همین صفحه فیسبوک به قول معروف فرقه زده بودن که معلوم بود که خیلی دستپاچه و با عجله یه چیز رو اومدن سرهم کرده بودن که بیشتر از این جلوی خرابکاریاشون رو بگیرن. بسیار ممنونم. اجازه بدید از آقای کرمی تشکر کنم، اون اسم و ایمیل آدرس و به اصطلاح اطلاعات لازم رو نوشتن برای کامیشنر آف فور هیومن رایتس و امیدوارم آقای مسوا و دیگر دوستان با گذاشتن چند دقیقه وقت با نوشتن نامه یا با ارسال ایمیلی به اصطلاح این موضوع رو نذارن که به فراموشی سپرده بشه و در جریان باقی بمونه. میگن که درخواستم داشتم جناب سوربی، علاوه بر این برند کمیسیون ها یا مجامع حقوق بشری یه بین المللی به شخصیت های ایرانی هم مثل خانم رها بحرینی و برای خانم شینوادی بقیه هستن هم به راحت قابل سرچ توی اینترنت، برای این افراد شناخته شده هستن، تریبون هایی در اختیار اینها هست، دوستان هموطن ها اگر که برای اینا خب ایمیلی بدن، نامه بدن، درخواست بدن، برای اینا از اون تریبون هایی که دارن یه رفلکسی باستابی از وضعیت اون چرا که در آلبانی در تیرانا میگذره بدن، خیلی من فکر کنم تاثیرگذار بشه. بسیار ممنون، فکر خوبیه، ولی همین افراد رو آقای رزاقی به اصطلاح مورد سوال قرار داد که کجا هستید شمایی که اینقدر برای حقوق بشر و حقوق حیوانات و اینها فعالیت میکنید، چرا حالا مهر سکوت بر لبانتون زدین؟ که البته خودشون هم پاسخ میدادن که چون به اصطلاح سازمان تهدید میکنه، توهین میکنه، اینها یه مقداری وحشت دارن. بله دقیقاً همین رو شنیدم. بله اینا مثلا ادب ندارن، بی تربیتن، بعد توهین میکنن، بعد این موضوع میکنن، یعنی خلاصه سطح توانی میخواد کسی جلوی این فرقه بیاد
اینا که میگین درسته. بله، آقای کرمی هم همین نوشتن، نوشتن با عرض معذرت خانم بحرینی و دوستان آنها در بس در خدمت فرقه هستند. آقای هادی سنیخانی میگن این را بگویم که اینها دوست دارن همه از اینجا بریم، به خاطر این است که هر کسی را خواستن زیر آب کنن و آب از آب تکان نخورد. خانم شیرین عبادی و لاهیجی نیز گفتند که ما فقط حرف میزنیم یا میزنیم. خب سوال بعدی این هست که شما اشاره کردید که سران فرقه تلاش میکنند که کمیسریا موضوع این خودکشی را نفهمد. اگر واقعا کمیسریا متوجه جنایات فرقه شود و دستشان رو شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ عرضم به حضورتون که جناب صوربین، این که کمیسریا نفهمه که نه، ما اصلا خود ما میریم بگیم به کمیسریا. من بهتون گفتم سر مرگ مالک که قتل بود در واقع، مثلا من همونجا هم که رفتم کمیسریا اعتراض کردم، چون برای ما سطحی از کمیسریا در تماس هستیم باش که خود اینها کارمنده حقوق بگیری هستن، یعنی سیاستی اعمال نمی کنن، یا قدرت هیته اجرایی یا هیته اختیاری ندارن. و اونجا هم خب صادقانه به من گفت دیگه، به ما گفتن که دخالت نکنیم توی کار اینا، خودش هم دل پولی دارن از دست بره. این موضوعی که از بالا ماهی از سر فاسده بود، فساد از نقطه بالا شروع شده، این زد و بند کسی از اون بالا شروع شده و الا اون بالایی خبر نداره از موضوع. خیلی راحت اینا گزارشی می‌نویسن، مثلا من ما میریم میگم من میفرستم، و وقتی که اون طرف اون بالا نشسته در یک زد و بند کثیفی، حالا توسط مستقیم با فرقه یا نه غیر مستقیم توسط لابیای فرقه در حال نفوذی که اعمال میکنن، و وقتی که اون گزارش دیلیت میشه خب دیگه راه چه نمیبره متاسفانه، مگر اینکه تلاشی به وجود بیاریم، کارزاری ایجاد بشه، افکار عمومی مثلا میشه که توی نقطه برسه که اونجا اون مقام مسئولی که این کار کرده دیگه به هر حال کرسی ریاست خودش در معرض خطر قرار بگیره، دیگه از همراهی با این کار کسی اجتناب کنه. ولی تا زمانی که نه بیشتر صدا میتونن این کارا رو بکنن، خوب میکنن، ادامه میدن. بله بفرمایید جناب. بسیار ممنون. آقای رضایی که توی فیسبوک به اسم سهند فریاد هستن، ایشون نوشتن که مسئله این دوستان جدا شده در کمیسریا حل شدنی نیست. اگر یک وکیل با شرف قبول کند که این پرونده را به دادگاه شورای اروپا ببرد و آنجا پرونده را باز کند، تأثیرش بیشتر است، به خاطر اینکه آلبانی کاندید عضویت برای ملحق شدن به کشورهای اروپایی را دارد، آن وقت آلبانی مجبور به اقدام می شود. این همون که شما گفتید، و اگه ببینن اون صندلی و مقام خودشون به خطر میفته ممکنه کاری انجام بدن. ممنونم از یکایی که دوستان عزیز با آقای حسن حیرانی هستیم، جدا شده مجاهدین در آلبانی. و دو تا سوال دیگه هست، یکی مونده با آخر اینه. آقای حیرانی، به خاطر فعالیت ها و روشنگری هایی که شما در این یک سال چند ماه داشته اید، چند بار فرقه رجایی بر علیه شما اطلاعیه داده است، فکر میکنید چرا؟ مگر شما چه میگویید؟ عرضم به حضورتون که فرقه یک پروژه که داره مثلا افراد جدا شده که هستن مثلا از دور خارج کنه. خب برای ما مثلا خب حتی وکلای که مثلا صحبت داشتیم باشون تو همین نفس اینا به این هشیاری دادن که اینا از هیچ دسیسه علیه تو فروگذار نخواهند کرد، ولو حتی شده با جرائم اجتماعی ساده بتونن مثلا برای تو ایجاد مشکل بکنن، که مثلا بهم گفتن جی پی اس موبایل روشن باشه، مثلا از خیابون خلوت تردد نکنی، سعی کنی دو سه نفره تردد کنی خیابونه پر زامن. این چیزایی به من گفتن که شماره هایی به من دادن که چی شد با ما تماس بگیره. تو برای این هستش. خب علت اصلیش اینه که برای خود فعالیت هایی که داریم میکنیم با. ما در مثلا تو همین موضوعی که با فرقه ما الان قرار گرفتیم اینجا در همین زمین زده خورده،
افشاگری که داریم میکنیم، برحال حتی فرقه بتونه با تمام پولایی که خرج میکنه، با تمام زد و بندایی که میکنه، با تمام توافقاتی که با بخشی از فساد اقتصاد یا دولتی آلمانی داره علیه ما کار میکنه، برحال حتی بتونه برای ما این مشکلات ایجاد کنه، کمانی که خب مشکلات کمی تا رو تولید نکرده، ولی در نتیجه رفت و برگشت همین زدخوردی که در فضای مجازی وجود داره، بازنده اصلی باز خود همین فرد است. چرا؟ چون به هر حال طرف سومی که همون افکار عمومی باشن، نسل جدید جوان جامعه ایران باشن، هرچی بیشتر ماهیت این فرقه رو میشناسن. الانم برای همین خب این فرقه فیزی شده دیگه. من سر همین چیزم چند تا چیز بلند بالایی هم سر من داده که از اول شروع کرده که وزارت اطلاعات و شورای امنیت و خلال در بالاترین سطح اومدن و بعد از ارزم به حضورتون که هجرت بزرگ و فلان اینها گفته که مثلا رژیم ایران در آلبانی با به خدمت گرفتن مزدوران محلی، یعنی حالا ما افراد شده مزدور محلی است، حالا بگذاریم خودش مزدور محلی چقدر اینجا استخدام کرده، با محوریت مزدوری به نام حسن حیرانی و فعال کردن چند کانال خریداری شده در رسانه ها تلاش کردن افکار اجتماعی در آلبانی رو علیه مجاهدین آلوده و کارزار شیطان سازی و فلان فلان. حالا موضوع اینجا چیه که چند کانال خریداری شده؟ این کانال خریداری شدن؟ واقعا این کانال ها خریدیم ما؟ با کدوم پول؟ اگر این کانال ها فروشی بودن خب شما بخرین، دست بخری که شما دارین کی داره؟ اون چیزایی که شما خریدین، جان بولتون، توریسیلی و و و این کانال شبیه نزدیک چی هم برای شما قابل خرید، با این لابیه که شما دارین خب شما بخرین. این یک نقطه. بعد آسمون و رسمون رو به هم بافته، همینطوری که بعد از هجرت بزرگ و خانم مثلا آن سینگلتون اومده پیش درآمدی بوده برای توطئه تروریستی که اون ناکام مونده، بعدش مصطفی محمدی رو فرستادن اینجا که مثلا زمینه توطئه های تروریستی علیه مجاهدین باشه، که در این دوران حسن ایرانی پادوی مصطفی محمدی و در همه جا به ایران همیاری و همکاری و کمک و راهنمایی میده. خب آره چرا که نه، تازه من بودم همراهشون. خب یه خانم های با این سن و سال مسن، تازه من بودم باهاشون، اون وحشیگری و دعوا و کتککاری تو خیابون تو بازار شهر رو انداختن که خود مردم محله اون مغازه‌دارا زنگ زدن، پلیس اومد و محمدی نژاد تن از دست داتلوتاشون اون رجوی ستا ریخته بودن. بعد یک تازه وقتی هم که پلیس با ماشین ما رو برد توی پاسگاه بودیم که اینا زنگ زده بودن تمام نفراتی که تو شهر داشتن دیگه همه جمع شده بودن جلوی پاسگاه، یک لات و لات بازی رو انداخته بودن انگار که مثلا اینجا کمپ اشرف تو عراق. بعد خب این پلیسا دستپاچه شده اومدن گفتن که دوستای شما کریزی ان همه. گفت نه اونا اصلا دوست ما نیستن. این وضعیت. یه بارم که نزدیک ایستگاه اتوبوس هتل پلازا اونجا مثلا بهش حمله ور شد، تازه ما بودیم که آره چرا که نه، همجا کمک کردم، همراهیش کردم. بعد در ادامه میگه پس از آن حسن ایرانی همکاریش را با سفارت رژیم در آلبانی گسترش داد و در یکی دیگر از اعمال مزدورانه او از طرف سفارت رژیم مأموریت را چند نفر از مزدوران دیگر رژیم را که با سفارت همکاری میکنند برای یک نمایش مسخره علیه مجاهدین در میدان اسکندربه که تیرانا تجمع بکنن. تو دیگه کی بودید؟ اولا که ما اون تجمع علیه فرقه نبود، یه تجمعی بود برای خواسته هامون از کمیساریای رفت به تو نداشت که تو خود دقاتی میکنی، بلکه اون تجمع رو ما راه ننداخته بودیم. همه این نفراتی که از دفتر حاج عبدالله مستمری میگیرن اونا که ما رفتیم، حتی به پیشنهاد خود ما گفتیم آقا مشکلی برای شما پیش نیاد، مثلا برای نونتون تحقیق قرار نگیره مثلا از فرقه میتونیم، ما یه طرف وای میسیم اونا. و این عکس کامل اومدن از وسط کات کردن بورش که اون قسمتی که فقط ما هستیم و بعد یه همچین خبر معکنی رو زده که اصلا درسته که ما علیه فرقه اونجا فقط به خاطر خواستهامون از کمیساری همون. حالا چرا میگه علیه فرقه؟ چون واقعا علیه فرقه محسوب میشه، چون فرقه میخواد که
کمیساری ها بسته بشه، کما اینکه الان داره کف میزنه و این جست و خیزهای میمونواری میکنه تو پوست خودش نمیگنجه. بخاطر همین خب وقتی که ما قرار بود نفرات خودش هم بودن نفری که در واقع یعنی از خودش مستمری میگیرن، میخوایم که خب مسئولیت کمیساری یادآوری میکنه، خب میشه علی مجاهدین دیگه، چون مجاهدین اینو نمیخواد. بعد در ادامه میگه که حسن ایرانی همچی با فریبکاری به دنبال عضوگیری در بین عناصر اخراجی و بریده مجاهدین هستند که خوشا به طرق مختلف نزدیک میکنه، با دروغگویی تلاش میکنه که این افراد رو عضوگیری کنه. ما به ازای هر نفر جدید به استخدام وزارت اطلاعات مبلغی هم براش واریز میشه، که حالا اگر لطف میکردن این محل واریز رو هم میگفتن خب خیلی خوبه، ما بریم از این استفاده بکنیم دیگه، چون حقوق رمسه هم قد داره میشه، داره واریز هم میشه، ماشاءالله اینا از همه چی خبر دارن. این محل واریز شما اگه بگن ما پیشا پیش در همین فضای مجازی ازشون متشکریم. یا در قسمت دیگه میگه در یک پروژه شیطانسازی علیه مجاهدین با هزینه‌های هنگفت اعزام خبرنگاران برخی از رسانه‌های غربی با آلبانی، خبرنگار چهار شبکه انگلیس و الجزیره و مثلا اشبیل اینا با آلبانی، و در ادامهش اومده مثلا یه چیزی هم رو کرده که مثلا یه جمله قصاری هم گفته مثلا با تیکو با ترس، که البته بی حکمت نبود که این خبرنگاران که ظاهرا از کشورهای مختلف آمده بودن برای مصاحبه به صورت اتفاقی علامات تعجب مستقیما به حسن ایرانی وصل می‌شدن. اینقدر که اینا احمق تشریف دارن در یک فضای بسته تشکیلاتی دارن سیر میکنن، اصلا خودشون قابل تصور نیست براشون، فکر میکنن که همه کره زمین این تشکیلات خودشونه، که همه آدم ها از هم بی اطلاع باشن، دو نفرم با هم صحبت کنن جرم محفل سپاه پاسداران، شعبه سپاه پاسداران محسوب میشه و فکر میکنن همه جا همینطوریه. و جامعه آزاد انسان ها آزادن، ارتباطات اجتماعی دارن، صفحه فیسبوک دارن، اینستاگرام دارن، تو فضای مجازی شما یه اسم سرچ میزنید 10 تا آدرس ازش پیدا میکنی، با واتساپش میتونی وصل بشی، با تلگرامش میتونی وصل بشی. خیلی از همین خبرنگارا همینطوری به من وصل که مثلا نمیشناختم اینا رو، مثلا همین اخیرا حالا من اکثر جنب برای ارسال کردم، مثلا خب یه خبرنگار از نروژ اومده بود، بعد با من تماس گرفت، شما حسن ایرانی هستم بفرمایید، بعد گفتم گفتش که من مقاله شما رو فلانجا خودم سرچ کردم، بعد با دوستم از با اشپیگل شما مصاحبه، از اونا من شماره شما رو گرفتم، بعد اینطوری با من ارتباط برقرار کرد. بعد ارزم یه خبرنگار بعد اومد از والستری ژورنال، بعد این از اون گرفته، نه خب با هم دیگه ارتباطن دیگه. بعد همش در فضای مجازی خب من بدل یا روی مسنجر برام پیام اومده، مثلا چند از یه مصاحبه چند ساعته داشتم با یه خبرنگاری از بارسلون از اسپانیا، که ارزم بود رو صفحه فیسبوک هم اومده و تو مسیجی برای پیام گذاشت. بعد اینا فکر میکنن که همه جا تشکیلاتی که مثلا هر کوچکترین موضوعات، چه یه خواهری اون بالا از این خواهر مجاهد شورای رهبری نشسته، یه چند نفر میشستن سرش رو تکون میدن، ارزش های انقلاب خرمری هم دارن اثبات میکنن، یعنی همه چی با فرمانی از یک نقطه بالاست. نه انسان ارتباطات آزاد دارن. بعد برای همین هم مثلا فکر میکنه چه چیزی رو الان رو کرده که بی حکمت نبوده. خیلی از همین خبرنگار رو اصلاشون همینطوری با من آشنا شدن، با من الان باهاتون دوست شدم، شما رو همشون دارم، بعد شما رو اینا رو حتی به بعضی دیگه هم میدن، مثلا شما میدونید صحبت که اینا از مغز معیوب خودشون ببین چطوری موضوعات رو نگاه میکنن. بعد عرضم به حضورتون که حتی داره میگه که مثلا این دروغگویی های نجومی حسن ایرانی، مزدوران فلان اطلاعات و اینا، گریبان روزنامه اشپیگل رو گرفت که در آلمان قاضی دادگاه، حالا اینجا این موضوع رو بگم که گفته که 12 مورد، مثل که بودن 10 یا 12 مورد اشپیگل موضوعات در رابطه با این فرقه افشاگری کرد، فرقه با کلی پولی که خرج کرد و وکیل و با کلی لابی هایی که فرستاد و چقدر ترسوند و تهدید کرد و های چنین میکنم چند میکنم. قاضی دادگاه 2 مورد، یکی اون تمرینات نظامی بود که اینا مدعی شدن که نه اینجا این تمرینات رو نداریم و ما در عراق بود و فلان از این حرفا، گفته بود خب باشه این یکیش رو پاک کنیم، یعنی پیشا پیش اون 10-11 مورد دیگه نه شما این کاری از این کاران کردین از اون کاران کردین، که یک توسری بود، یه توف سربالای بود واسه خودشون. بعد ارزم بزرگتون که و میگه که تصاویر این مزدور با خبرنگاران گویای همه چیز است.
خب آره ما همه کارمون پابلیک عمومیه، میایم خودمونم میگیم اعلام میکنیم، ما حتی پوسته اخباری هم از داخل میاد فلان، همه رو بیاییم میگیم که برای تنبیل افکار و هموطن ها بدونن ما که چیز مخفی از کسی نداریم. ما که مثل شما نیستیم که بیایم از صدام حسین چمدون چمدون پول بگیریم بعد از فوت، بعد از سرنگونی صدام حسین و فیلم های وزارت استخبارات لو بره که با چه خفت و خاری چمدون های بزرگ و پول جلو شما مینداختن که اینجوری هم مینداختن درش باز میشد که تو یوتیوب الان پر شده همه فهمیده که بعد این همه سالی نمو مستقلیم از دولت عراق و ما فلانی اینجوری لو. نه ما که همچنی ما که مثل شما نه این کاره ایم نه اون کاره ایم، همین موضوع از موضوع هر مصاحبه هم داشتیم عکساش هم پابلیک کردیم اعلام کردیم. آقای حیرانی الان دارم عکس شما رو نشون میدم، این عکس به نظر میاد خود شما با تلفنتون عکس گرفتی، یعنی معلومه که با دست راستتون عکس گرفتی. اکثرش هم اونطوری بوده. بله بله اینا رو توی فیسبوک و اینها هست، این دوستان هم این عکس ها رو ارسال کردن و خیلی قشنگ شما گفتید اینا از مغز کوچیک خودشون همه چیز رو میسنجن و نگاه میکنن. ببینید دوستان باز این عکس رو خود آقای حیرانی گرفته، باز این عکس همینطور خود آقای حیرانی گرفته خودشون منتشر میکنن، این عکس هم که با همون خبرنگاری هم که تو برنامه قبلی هم نشون دادین و واقعا اونا فکر میکنن که همه دنیا همه سازمان ها مثل سیستم خودشون هست یا مثل این سیستم فاسد ترامپ که اینجا یه افرادی رو از خودش فاسدتر دور خودش جمع کرده. آقای زمانیان از ایران به شما زنده باد میگن، آقای حیرانی زنده باد با روشنگریتان، و آقای رزاقی میگن مریم قجر و سران فرقه با صادر کردن اطلاعیه دو مورد به نمایش میگذارن، یکی ترس از افشاگری جدا شده ها، دوم ترس از رو شدن ماهیت ضد انسانی و فرقه گرایانه تشکیلات رجوی و لاغه. بعد دو جمله از گزارش اشپیگل با کلی هزینه حذف شد. حالا حذف هم بشه دیگه فایده ای نداره وقتی اون اولش منتشر شده و آمده بیرون. آقای حیرانی سوال آخری که دوستان میپرسن اینه که در رابطه با مسئله کمیسریا و وضعیتی که الان دارید آیا نکته و یا صحبتی دارید که بخواید با دوستان در میان بگذارید؟ البته ما همیشه از شما سوال میکنیم برای افرادی که داخل هستن چه پیامی دارید چه پیشنهادی دارید، اون رو هم خودتون میتونید اضافه کنید. بفرمایید. عرضم حضورتون که در رابطه با دوستانتون در داخل چه پرده، من اینجا هم گفتم که حالا عرضم حضورتون که این فرقه مدعی شده که من رفتم و افرادی رو مثلا شروع کردم به جذب که بیان علیه فرقه مثلا افشاگری کنن، مطلقا و مطلقا خدا شاهده یک مورد من کسی رو تشویق به این کار نکردم. حتی از داخل فرقه برای من مسیج میاد که آزاد ما الان خسته شدم دارم خفه میشم چیکار کنم به نظر تو مثلا مشورت میخواد بگیره، و قبلا هم توی برنامه گفتم و همشون گفتم من نه، حتی برای کسی که داخل فرقه هم. من نه تشویقت میکنم که بیای بیرون از فرقه، نه تشویقت میکنم که اونجا بمونی، خودت باید تصمیم بگیری و خودت بتونی ارزم بزرگ راه آیندت انتخاب کنی. حتی بیرون هم که بیای دیگه اونجا تو خودت باید تصمیم بگیری که یا میخوای بری سمت فرقه بیش مزدور اونا علیه جدا شده ها کار کنی، یا نه میخوای علیه فرقه افشاگری کنی، یا نه کرمزیست بشی. ما بینا میم کرمزیست یه حیات خفیف خائنانه ای رو برای خیانت به اون ظلمی که بهت شده در واقع، یعنی خیانت به خودت اون ظلمی که بشده صدای خفخون بگیری، حتی به خواسته فرقه از خود دیجیرت یا فضای مجازی نگذاری و مثلا یه زندگی مثلا اینجوری، اونم باز به خود درد داره. چه برسه به این که من بخوام برم کسی رو برام بیارم، نه موضوعاتی نیستش که اصلا بشه کد با کسی این کار رو کرد. اینا نه که خودشون همیشه بر اساس جبر و اجبار و با تبلیغات و با شارلاتانیسم و احساساتی کردن افراد برای یه کاری فکر می‌کنن که مثلا بیرون خودشون همینطوریه، درسته که مطلقاً همچین چیزی ما تا حالا نداشتیم، یک مورد من خودم همچین کاری نکردم. حتی در آخر این مثلا افشاگری که علی من کردن میگه که بسیاری از کسانی که مرز سرخ خود را با رژیم حفظ میکنن حسن حیرانی را یک فرد منفور دروغگو معرفی کردن
و از خیانت‌ها و خودفروشی‌های او در توطئه فرانک ابراز انزجار کردند. سگ داند و پینتوس که در انبان چیست. من خودم اینقدر پیام برام میاد که فلان برنامه تو یواشکی نگاه کردم بچه از داخل مناسبات و خیلی هایی که الان اینجا با تشکیلات زاویه دارن و خیلی ها الان اصابشون پورده برای اصابه دارن کس میزنن حاضر. در اینجا هم حتی بیرون اینجا یک مورد من تا حالا توهین و چیز از باور کسی هستم. خیلی از افرادم باور کنید مثلا چونم جداگونه به نظر عادت میکنه صحبت میکنن میگن که من خودم حوصله‌اش ندارم باید. از کشورهای مختلف و اینا خیلی از همین موضوعاتی که افشاگری من دارم میکنم. من که جیمز باند نیستم که برم مثلا داخل اون فرقه یه چیزی بیارم از این من خبر همش از این سیل از همه طرف داره برای من کامنت میاد و هر کسی به یک نحوی داره کمک میکنه به من. من که تنهایی میتونم که این کارا رو بکنم که این میگه و خیلی از همینا کسایی هستن که فرقه فکر میکنه تو مشت خودشون داره. نه، به خاطر نیازهای صنفیشون مجبور شدن تن بدن اون ذلتی که تو تحمیل داری میکنی بهشون که تا حالا میگه این فرد منفور و فلان و فلان و فلان حالا. ولی خب چیزی که در صحنه واقعیت یه چیز دیگه ای رو میگه. حالا تو اینطوری دل خودتو خوش کن. و یه موضوع دیگه جناب سوربی، چرا این فرقه این ضدیت هستریکو اصلا با خبرنگار داره؟ چرا مثلا از اینکه ما با یه خبرنگار صحبت کنیم؟ ببینید خبرنگار رو آخه نمیشه فریب داد. به خبرنگار که تو نمیدونی ما مرزبندی باید داشته باشیم. فقط خبرنگار آموزش آکادمیک دیده، درس خونده، دانشکده خبرنگاری رو دیده، سر سیچن باید درس خونده. این خبرنگار کارش اینه که از هر جایی که میخواد گزارشی تهیه کنه، ژورنالیست خبرنگاره، میاد هم اخبار مثبت هم اخبار چیز منفی هم وسط رو یک اوریجی از مجموع اطلاعات حقیقت رو میکشه بیرون. مگر میشه خبرنگار رو فریب داد؟ مگر مثلا اینا نه اینکه خودشون همش بر فریب کاری، اگه واقعا خبرنگار میشه فریب خب تمام کشورهای دیکتاتوری دراشون رو باز میکردن، بعد خود فرقه شما درا رو باز میکردین با اون نمایشی که ایجاد میکنین خبرنگار رو فریب میکردین و خبرنگار هم میرفت گزارش مثبت و سفیدی از شما میداد. ولی موضوع اینه که خبرنگار نمیشه فریب داد. خبرنگار تو چشمای تو نگاه میکنه، با تو صحبت میکنه، راست و دروغ ازت میفهمه. مگه میشه خبرنگار فریب داد؟ من تا اینجا خبرنگارای با من تماس گرفتم که من تا خودم روحم خالص نمیشه. بعد من مثلا دعوتم کردم، مثلا من رفتم یه رستوران جایی بودم بفرمایید، بودم ما مثلا فرقه ما رو دعوت کرده، مثلا همین خبرنگارایی که با سردبیراشون مثلا ما رو دعوت کردیم بریم داخل فرقه مثلا همون سازمان بره. من خودم سرچ کردم تو اینترنت به اسم شما برخوردم، دیدم سوالی زدشین، می‌خواستم یه مصاحبه هم با شما داشته باشم. مصاحبه با من کرده، حتی بهش هم گفتم که آقا فردا میری. حتی قبلا هم به مسئولین آلمانی هم گفته بودم می‌خواستن یه ملاقات بازدیدی برام بذارن. میگفتم فردا که میری دم در فرقه فلانیا میان تو رو تحویل میگیرن، بعد مسیر خیلی تمیزه، آب و جارو شده، یه سری زن و مرد جوان‌تر که انگلیسی صحبت می‌کنن میان با تو صحبت می‌کنن، تو رو می‌برن توی یه سالونی، چند تا از مسئولین میان، مسئول قسمت چیزی فلان فلانی میاد، بعد تو رو می‌برن قسمت یه سالونی که همه دارن با اینترنت کار می‌کنن که تو مثلا تصویری به تو بدن که مثلا، بعد میری آشپزخونه که همه رو پوشه تمیزشو از دو روز قبل اونجا رو نظافت کردن و انواع غذاهای ایرانی فرنگی، بعد تو میبرن سالن ورزش با اینکه ساعت 10 و 11 صبح یه عده دارن ورزش میکنن، یه جوری به تو نشون میدن که آره اینجا آزاده، هر ساعت آدم‌ها میتونن این سالن استفاده کنن. و از داخل همون فرقه به من مسیج داد که به همون مسخرگی که تو برام گفتی همونطوریه نمایش که براش ترتیب داده بودن. خب خبرنگار میاد و حقم داره، میاد هم حرفای تو رو گوش میده هم حرفای جدا شده رو گوش میده، بعد میره سرچ میزنه تو اینترنت، بعد این عکس‌ها رو من خودم گرفتم، عکس‌ها سلفی بوده همش، بعد که میگه طور میگه گویای همه چیز هست، مثلا میگه چه مثلا چیزایی مثلا رو شده انگار که مثلا ما مخفی کردیم، گویای همه چیز هست. نه آره گویای همه چیز هست، تو آورو رفته، حالا در ادامه هم هستیم خواهیم دید دیگه برای نبینیم. بسیار ممنونم. آقای کرمی نوشته آقای حیرانی به خاطر تسلط به انگلیس به زبان انگلیسی به همین دلیل مرکز تهاجم فرقه قرار گرفته. البته
به دلیل اینکه شما انگلیسی میدونید، خب اونها ارتباط باهاش با شما ساده تره. بعد به دلیل اون ارتباط و مصاحبهایی که انجام میدید، به اصطلاح فرقه به شما هجوم میکنه، میاره و حمله میکنه. و آقای اسماعیل میر مظفری، دکتر اسماعیل میر مظفری که در همین منطقه ویرجینیا و مریلند هستند، میگن که درود به آقای حیرانی و شهامتش و آزاد اندیشی و آزاد منشی ایشان. من هم بارها از شما و دیگر دوستان تشکر کردم به خاطر اینکه بعد از اینکه خودتون را آزاد کردید، نگفتید ما به اندازه کافی عمرمون رو تلف کردیم، حالا بریم دنبال کار و زندگی و درآمد و پول. آمدید و گفتید که از اون تجربه یا اشتباهات گذشته دیگران به اصطلاح یاد بگیرند و اون اشتباهات تکرار نشه. من به نوبه خودم از شما ممنونم. باز هم اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه اجازه بدید به دوستان بگیم که این برنامه تا دوشنبه هفته آینده هر روز از تلویزیون مردم، مردم tv.com، بایگانی کانون آوا و بایگانی تلویزیون مردم قابل دسترس و تماشا است و دوستان میتونن آزادانه سوالاتشون رو مطرح کنن، نظراتشون رو بگن و اونهایی که نظرات مخالف دارن میتونن بیان در برنامه ها شرکت کنن، حتی سازمان مجاهدین، حتی سران سازمان مجاهدین. و ما این رو در عمل نشون دادیم که تلویزیون هم مردم، از مردم، با مردم و برای مردم. خیلی ممنون آقای حیرانی که با ما بودید. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. خواهش می‌کنم. من نکته دیگه ندارم، فقط خیلی ممنون از این که این برنامه رو من تونستم بیام اینجا موضوعات توسعه رو بگم. و یکی که ببخشید من چون حجم مطالب زیاد بود خیلی تون فکر می‌کنم صحبت کردم و یه جایی ممکنه که خود کلمات رو بیان نکرده باشم. به این صورت من نه نکته خاص ندارم، شما اگه امری داشته باشید. عرضی ندارم، خیلی ممنون که با ما بودید. امیدوارم در برنامه‌های آینده خبرهای بهتری داشته باشیم. شما گفتید به دوستان در بند هیچی نمیگین، من فقط یه جمله میگم، سعی کنید آزاد باشید. از خودتون بپرسید اگر در سازمان آزاد هستید همونجا بمونید، ولی اگر آزاد نیستید سعی کنید آزاد بشید. مرسی که با ما بودید، خیلی ممنون. شما ممنون. به امید دیدارتون. خب دوستان عزیز، با آقای حیرانی بودیم. اجازه بدید من از ایشون خداحافظی کنم از آلبانی و بیایم در شهر واشنگتن، شهر زیبای واشنگتن که این روزها خیلی هم قشنگ بود. ایام بهار این درختای گیلاس، شکوفه های گیلاس و جای دیدنی هست. واشنگتن یکی از شهرهای دیدنی آمریکاست. حتما اگر در این منطقه به اصطلاح اگر در آمریکا آمدید و اینها، سفری به واشنگتن داشته باشید. باز هم برمیگردیم و میگیم که شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه دیگران را حمایت کنید تا بیشتر نشون داده بشه و از این سکوی ارتباطی استفاده کنید به سود خودتون، به سود، به نفع نظراتی که دارید. روز و روزگار بر شما خوش. خیلی ممنون که با ما بودید.